شروع میکنم. و درود فراوان به همه شما عزیزان. خوشحالم که در این سال 2022 در کنار هم هستیم و میتونیم که با هم سال زیبایی رو شروع بکنیم. هپی نیو ایر برای تمام کسانی که فکر کنم تمام دنیا برسات به 2022 رسید. من دکتر فرجان زینی هستم، روان درمانگر، مشاور خانواده و موقعی یک پارچگی آگاهی، متد awareness integration. و اگه میبینید صبر میکنم چون در آن واحد 4 جای دیگر هم دارم انجام میدم، واسه همین گهگداری مکس میاد توی گفتارم. برای تمام عزیزانی که مایل هستید که صورت عزیزتون نشون داده بشه، ویدیوهای خودتون رو روشن بکنید. ما این برنامه رو برنامه کاوش اندیشگاه اندیشمندان که اساتید، دوستان، کسانی که مایل هستن در کنار هم هستیم که راجع به انسانیت در حقیقت صحبت بکنیم. ما فقط کاوش رو 73 هفته جلو رفتیم، قبل از اون هم دوستان در یک سال در کنار هم بودیم. در چه تقریبا 2.5 سال ما این گروه ها رو داریم و دوست داریم که در زمانی که امروز به کلاب هاوس هم پیوستیم که بتونیم که سالیان سال و عزیزان مختلفی رو در کنار هم داشته باشیم و جلو بریم. اندیشگاه اندیشمندان کاوش فضاییه که ما رو در کنار هم میاره که بحث و گفتگو بکنیم. وقتی کلمه بحث رو من زیاد دوست ندارم، بیشتر میگم گفتمان میکنیم با احترام به همدیگه، با عقاید همدیگه، از هر جایی که میایم، از علوم مختلف. لطفا خودتون میوت بکنید همگی. از علوم برای اینکه خیلی دوستان عزیز مثل اینکه حواسشون نیست که میکروفاشون روشن. به هر صورت گروهی هستیم که در کنار هم میایم و گفتمانی داریم راجع به موارد مختلف انسانیت در حقیقت. این گروه نه موارد سیاسی رو صحبت خواهد کرد، نه موارد مذهبی رو صحبت خواهد کرد. ممکنه به هر صورت در زمانی که اشخاص صحبت میکنن و مسائل اجتماعی رو دارن صحبت میکنن به نظر بیاد که ممکنه راجع به سیاست یا راجع به مذهب دارن صحبت میکنن، اون متفاوته، چون وقتی راجع به مسائل اجتماعی صحبت میکنیم در اون شرایط خواهد بود. ولی به هیچ گروه سیاسی و یا مذهبی ما عضو نیستیم و پروموت نمی‌کنیم هیچ کدوم اونا رو. در نتیجه درخواستم از همگی اینه که با احترام کامل صحبت بکنیم. ما در بعضی از گروه هایی که داشتیم عزیزان یک کمی به نظر میاد که بعضی موقع ها محق میشن به گفتاری که دارن. اینجا این بحث رو با گفتگو رو و این گروه رو ما برای محق شدن به وجود نیاوردیم، برای یادگیری از همدیگه به وجود آوردیم. همه ماها یه سری چیزا هستش که بلدیم و خیلی عالیه و برای زندگیمون کار کرده و دلمون میخواد که با بقیه در میون بذاریم، و شیرینیش اینه که در میون بگذاریم. شیرینیش اینه که نیستش که با آجر بخوایم تو صورت آدم ها بزنیم، شیرینیش اینه که در میون بگذاریم. و در نتیجه فضای اینجا فضای در میون گذاشتنه و دوست داریم که از همه شما عزیزان بشنویم عقایدتون رو. متخصصین دوست داریم که تشریف بیارن، از تخصص خودشون، از جایگاهی که برسات چند سال روش کار کردن، دانش خودشون رو در میون بگذارن با ما و بتونیم که بهره‌مند بشیم. توی این 2 سال و اندی که ما با هم بودیم، من خودم از همه خیلی یاد گرفتم و چون این برنامه در جاهای مختلف، در یوتیوب چنل، در خود کانال پادکست کاوش هست، در رادیو قاصدک هست که خیلی خیلی ممنونیم از خانم زهرا سروش و بقیه دوستانی که در رادیو قاصدک هستن که برنامه های ما رو هر شنبه پخش میکنن، و حتی رادیو حکمت که باز برنامه های ما رو پخش میکنن. اینجا به دوستانتون بگین که اگه به هر دلیلی شنبه صبح به وقت لس آنجلس با ما نبودن، این برنامه ها رو از جاهای دیگه هم میتونن بشنون. ازتون درخواست میکنم که حتما به کانال تلگرام ما تشریف ببرید، اندیشگاه اندیشمندان، که بتونید که اخبار رو بگیرید در وسط هفته و بدونید هفته آینده موضوع راجبه چه خواهد بود، و برنامه های قبلی رو هم بتونید از اونجا دانلود بکنید و گوش بدید. امروز گفتیم چون آغاز نوعیه برای سال نو و نگاه بکنیم ببینیم که
آیا ایده های جدیدی در ذهن ما هست؟ آیا مواردی هست که شما میتونید در اختیار همدیگه بزنین که برای هر کدوم بقیه ما ها به هر صورت ایده جدیدی ممکنه باشه و در این فضا میتونیم که نگاه بکنیم که چجوری خودمون رو رشد بدیم؟ رشد فردی ما کمک میکنه به رشد اجتماعی ما، به رشد فامیل ما، اجتماع ما و کلن اون وقت مسئله انسانیه. در نتیجه اگر که مواردی هست که به این رشد میتونه کمک بکنه و به فرم انسانیتی که در ذهنیت ما هست میتونه کمک بکنه، خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم و بتونیم که موارد رو باز بکنیم. جناب امید نعمتی عزیز، اگر که شما مایلین میخواین که چون شما بسیار بسیار کلاب هاوس رو بلد هستید، اگر مایل هستید که لطف بفرمایید و گفتمانی داشته باشید، خوشحال میشیم ازتون بشنویم. جناب امید نعمتی. سلام خانم دکتر عزیز، ببخشید من یه لایان صداشون رو گوش کردم، اومدیم اینجا تور صحرا جاتون خالی دیگه، از اینجا یه دکتر رو پیدا کردم بهتون. خیلی ممنون. من فقط تیکه که فرمودین رو میس کردم، اگر میشه لطفا دوباره سوال کنید تا من تحصیم خدمت. گفتم شما به خاطر اینی که بسیار زیاد در کلاب هاوس هستید و کلاب هاوس رو میشناسید، اگر لطف بفرمایید ام مواردی هستش که مایل هستید که به دوستان کلاب هاوس هم صحبت بکنید، الان وقتشه. بله بله حتما. خب من به نوبه خودم خوش آمدگویی میگم به تمام دوستانی که اینجا به ما جوین شدن. خانم دکتر اگر که روزبه پایین بیارینش بالا، روزبه هم به ما به پیونده ممنون میشم. توی به صلاح فالوورزامون اون پایین آقای روزبه هستن و من خوش آمد میگم به روزبه عزیز و بقیه دوستان. خب امروز اولین جلسه ما در کلاب هاوس هست و اینجا خیلی راحت به صورت اودیو ما میتونیم که هم تجربیات خودمون رو در میون بذاریم و هم سوالات خودمون رو. خب دوستان عزیزی که با خانم دکتر آشنایی هستن، با شیوه کار تا حدود زیادی آشنا هستن و دوستانی که تازه وارد کاوش شدن میتونن برنامه های قبلی که در زوم اجرا شده رو در کانال کاوش ببینن. خب حالا امروز من اگر که خانم دکتر محبت کنن که موضوع رو شروع کنم و پیش رو برم، من قسمت کلاب هاوسش رو از اینجا مدیریت خواهم. خیلی خیلی ممنون. صحبت ما راجع به آغازی نو وقتی که معمولاً هم اول سال اگر دقت کرده باشید همه ما شروع میکنیم یک سری ایده و یک سری هدف گذاری برای خودمون میکنیم و چند نوع این کار انجام میدیم. یک زمانی که از زمان قدیم شروع میکنیم و نگاه میکنیم که سال قبل چه کارهایی رو نکردیم، کجاها تنبلی کردیم، کجاها ترسیدیم و بعد اونها رو میذاریم توی اون موقعیت که خب از اونجا شروع بکنیم و بریم به سال جدید. بعضی موقع هستش که احتیاجی نداریم که تمیزکاری بکنیم یا هی برگردیم و چیزی رو که از قبل بوده که خرابکاری شده رو هی بخوایم با جمعش بکنیم، بلکه میتونیم از یک جای جدیدی در حقیقت شروع بکنیم و این رو معمولا میگن که صداش میکنن جنراتیو، یعنی من یک جایی در حال جنریت کردن هستم به جای اینی که فقط دارم ریاکتیو و جوری دارم صحبت میکنم که این اشخاص فقط اتفاقی که توی زندگی من داره میفته عکس العملیه به اتفاقهایی که خارج از من میفته. بعضی موقع من میتونم که بدون اینی که نگاهی داشته باشم به شرایط امروز، یک چیزی رو در شرایط آینده برای خودم به وجود بیارم. اغلب خلاقیت ها اینطوری شروع میشه، فضایی به وجود میاد که یک شخصی یک دفعه یک ویژنی رو، یک صحنه‌ای رو در جلوی خودش میبینه که اصلا ممکنه در این جایگاه وجود نداشته باشه. این زیبایی شاید مغز انسانه که میتونه این کار رو انجام بده. به نظر من خیلی مهمه که ما بتونیم این مدل دیدگاه رو برای خودمون به وجود بیاریم. اکثر اینویشن ها تو این شرایط به وجود اومده. همیشه درسته که یک نیازی بوده که شاید از اون نیاز و اون نیاز یک نیتی رو به وجود آورده و اون نیت فضا رو برده بالا و جلو، این انتخاب رو برای ما به وجود آورده که چیزی رو به وجود بیاریم. ولی بعضی موقع ها اون
خلاقیتی که ما داریم به وجود میاریم از جایگاه ترس، از جایگاه کمبوده. بعضی موقع خلاقیتی که داره بر ما به وجود میاد و ما رو جلو میبره از جای خلقت، از جایی که ذوق، از یک فضای ایمیجینیشنی که ما رو جلو میبره. و هر کدوم اینا زیبایی خودش رو داره و احتیاجات خودش رو داره. شاید دعوت من اینه که هر دوی اینها رو در کنار خودمون داشته باشیم و نگاهی بکنیم که اگر که رشد خودمون رو به عنوان یک انسان در یک جایی میتونیم ببینیم، و من کلمه تکامل رو نمیارم، کامل بودن رو نمیارم، پرفکشنیزم رو نمیارم، که من فکر کنم چیزایی وجود نداره. هر کسی یه استانداردی برای یک زمانی برای خودش داره میذاره، ولی این استانداردها انقدر فلویده که دائم عوض میشه. پس اگر که استاندارد عجیب غریبی که حالا فردا نتونیم بهش برسیم یا بعد ماها رو اتفاقا نوع استاندارد ها بیشتر نگه داره بزنیم اطرافش، و مثل بچه های کوچیکی که تازه ذوق میکنن به اینه که هر کاری که دلشون بخواد میتونن بکنن، هر چیزی رو میتونن توی ایمیجینیشنشون به وجود بیارن، اگر از اون دیدگاه ماها شروع کنیم نگاه کردن، چه چیزهایی برای ما به وجود میاد که من نه تنها در رشد خودم بتونم اونا رو ببینم، در نتیجه اون رشد رو من در ارتباطاتم ببینم، در ارتباطات با خانوادم ببینم، سر کار ببینم، با شهروندام، کسانی که در مملکتم هستن و کلن در دنیا. و این رو اگر که بتونیم، و دقیقی که میگم نشینیم حالا انسانیت رو حل بکنیم، به خاطر اینکه انسانیت رو تا من تکلیف خودم رو با خودم روشن نکردم، سنگ بزرگی که حالا من اینجا نشستم ولی حبس انسانیت یه کار دیگه بکنه، به نظر مثلا عملی نیست، فقط یک نشخوار ذهنیه که کارایی نداره. به خاطر همین من دوست دارم که اگر بخوام ازتون دعوت بکنم که در حقیقت این ابعاد رو با هم نگاه بکنیم، یعنی اگر هم سنگ بزرگو داریم میزنیم که قرار انسانیت این شکلی باشه، بعد نگاه بکنیم به اینی که منی که جز اون یک انسان هستم قرار چجوری باشم که اون بشه در انسانیت. من این مبحث رو در این فضا باز میکنم و بعد خوشحالم که از عزیزان بشنوم. دکتر تقوی عزیز در کلاب هاوس هستن، دوست داریم که از شما بشنویم. بفرمایید. سلام، اگه اجازه بدید من چند دقیقه دیگه مصاحبه بشم. خواهش میکنم. دوستانی که حتما در دوستانی که در زوم هستین، لطف بفرمایید که دستای زومیتون رو باز بالا بکنین که بتونیم با همدیگه گفتگویی داشته باشیم. جناب سجاد، شما هم تشریف دارید اینجا، جناب سجاد ناصری نیا، اگر مایل هستید بفرمایید. عرض سلام مؤدب دارم خدمت شما خانم دکتر، بقیه دوستان حاضر در جلسه. سپاسگزارم بابت رشد و گسترشی که به فضای کاوش دادید. هیچی، فقط عرض ادب کنم در ادامه اگر بحث پیش اومد من حتما شرکت. خیلی خیلی ممنون، متشکرم از اینی که در کنار ما هستید. خانم معصومه از توی زوم بفرمایید. صداتون نمیاد معصومه، بفرمایید. بعد خودتون آن میوت بکنید خانم معصومه. مثل این که نمیتونن خودشون رو آن میوت کنن. دوستان عزیزی که در کلاب هاوس هستین، اگر هر کدوم شما مایل هستید که گفتاری داشته باشید، این دست رو بالا بکنید تا ما بتونیم که شما رو هم بیاریم بالا و بتونیم که صحبت و گفتگوی داشته باشید. بفرمایید. جناب مهرداد. بفرمایید. نه جناب مهداد. بفرمایید، صداتون رو میشنویم. سلام، شبتون بخیر. شب شما صبح ما بخیر، بفرمایید. من در حد خودم، چون ما کارمون مثلا نرم افزار ایناست، تصمیم گرفتم که حالا روی ایده نرم افزاری کار بکنم که در حقیقت بتونه انسان ها رو به هم نزدیک بکنه. و اگر انسانی یک جایی دیگه است، البته این درم استارتاپی هنوز اجراش نکرد، میتونن به هم کمک بکنن، هم یاری بکنن، این کار ما انجام بدیم. به نظر خودم ایده خوبیه که ما داریم فعلا روش کار. خیلی ممنونم. از نظر اینی که اشخاص چجوری میتونن با هم دسترسی پیدا کنن،
چه نوعی هست؟ آیا مثل همین سوشال میدیا که انسان ها از هر جایی میتونن با هم دیگه دسترسی پیدا بکنن، یا ایده دیگه در کنار این وجود داره؟ از طریق سوشال میدیا دیگه، یه اپلیکیشن اختصاصی میشه که میتونن همون پیدا بکنن و بسته به اون کمک، نیاز به همیاری یا هر چیز دیگه ای تو اون دستبندی ها میتونن به هم کمک بکنن. خیلی خیلی ممنون. یکم مواردی که الان داشتین شما صحبت میکردین، این اینوویشنی که خب چند سال به وجود اومده و شما لطف میکنین که مدل‌های مختلفش رو به وجود بیارین، رو خیلی جالبه که انسان‌ها رو در هر سنی در هر جای مختلفی در کنار هم آورده. الان خود ما داریم نگاه میکنیم، الان ما دو تا اپلیکیشن داریم استفاده میکنیم که در کنار هم داره اتفاق میفته، و بعد از اینی که الان اشخاصی هستن که در زوم با ما هستن که میتونن در ایران باشن، در اروپا باشن، در امریکا و کانادا باشن، قسمت‌های مختلف و حتی در کسانی که تو کلاب هاوس هستن، ماها رو همه رو به هم دیگه نزدیک کرده. این نوع اینویشن شرایطی رو که به وجود آورده تو این چند سال اخیر گسترشی داده به دامنه ای که هر کدوم ماها چقدر میتونستیم با هم وصل باشیم. و جالب اینجاست که من دو طرف قضیه رو نگاه کردم و شاید تحقیقاتش رو خوندم، اینه که یه مقداری این فضا برای ما این رو به وجود آورده که تمام به دسترسی به تمام دنیا داریم از تنهاییمون از راه ها میشیم، برای اینکه دوستای صمیمی بچگیامون رو پیدا کردیم. اگه یار میخوایم دیگه نباید حتما نمیدونم دور کوچه خودمون بگردیم، از هر جای دنیا میتونیم یار پیدا کنیم، دوست پیدا کنیم، رفیقامون رو پیدا کنیم و مهمونی بدیم توی این موقعیت که مثلا آدما نمیتونن در کنار هم باشن. و و از طرف دیگه هم میبینیم که نشون میده توی خیلی از تحقیقات که تنهایی آدم ها اتفاقا بیشتر شده از موقعی که میرن توی سوشال، این نوع سوشال میدیا، و شروع میکنن اون رو نگاه کردن. و بعد این ابعاد شاید تضادیه که همه ماها به عنوان انسان داریم، که همیشه دوبر سکه رو شاید در کنار هم داریم، و بعد وقتی که دوبر سکه رو شروع میکنیم نگاه کردن که این مسئله تنهایی که وجود داره برای ما، که خب توی existential psychology هم مسئله loneliness, isolation یکی از بزرگترین ترس های انسان ها هست، و میدونیم که این ترس وجود داره قاعدتا به خاطر اینکه ما انسان ها قبیله‌ای زندگی میکنیم، مثل پندا بیر نیستیم که قراره تکی زندگی کنیم، و اگر از تو قبیلمون نباشیم این ترس برامون به وجود میاد که از بین خواهیم رفت، و در نتیجه این ترس همیشه هست، در حالی که ممکنه حتی در کنار انسان ها باشیم، ولی یک حسی ممکنه درون ما باشه که اون حس تنهایی رو در حقیقت برای ماها به وجود میاره و از اون میترسیم. و این مبحث رو اگر مایل هستین میتونیم باز بکنیم که چطور حس تنهایی رو از خودمون رها بکنیم و بتونیم که شاید قدر این رو داشته باشیم، لذت این رو ببریم که نه تنها انسان ها اطراف ما هستن، بلکه انسان ها در تمام جاهای دنیا با این شبکه های اجتماعی در دسترس ما هستن. ممکنه که خب این شبکه های اجتماعی فضای زیباییش رو به وجود میاره، فضای خطرش هم ممکنه به وجود بیاره. ممکنه اینی که با اشخاصی که دوست داریم بتونیم در تماس باشیم و اشخاص جدید رو بتونیم پیدا کنیم، در کنارش هم ممکنه که اشخاصی که نیتهای مضری دارن در اونجا باشن و بتونن سوء استفاده بکنن از این فضایی که ماها داریم با یک ذوقی در حقیقت میریم جلو. اینها ابعاد مختلف این مسئله هست که حالا میتونیم که چون این مبحث رو جناب مهداد عزیز باز کردن روی شبکه‌های اجتماعی، اگر مایل هستید در این قسمت میتونیم گفتگویی داشته باشیم. جناب حمید رضا تشریف آوردین، حمید رضا موسوی، اگر مایل هستید گفتگویی داشته باشید بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، خانم دکتر به من چند دقیقه فرصت بدین برمیگردم خدمت. حتما. جناب مصطفی سلطانی فرمودن به قول آقای دکتر تقوی سوشال میدیا اجازه نگرفته و وارد زندگی ما شده. البته هیچ کسی بدین به هیچ کسی از شما اجازه نمیگیره، ولی خود اونجا هست، شما هم میتونید اگر مایل هستید بهش نپیوندید. یکی از کارهایی که ما میکنیم اینه که خودمون میریم بهش میپیوندیم، بعد قور میزنیم که چرا اومده اینجا و اینجا داره این کارها رو انجام میده.
سوشال میدیا رو جوری که من در مسئلهش رو دارم میبینم اینه که مقدار زیادی وقتی اشخاص دارن میرن و خودشون رو توی سوشال میدیا پیدا میکنن، هر گروهی یک نوع اتیکتی داره، یک راه و روندی داره، یک مدلی داره جلو میره و بعد تا میان این رو یاد بگیرن و غرق بشن توی این مسئله، یه دفعه میبینن یه دونه دیگه به فاصله 6 ماه اومد بیرون و حالا همه دارن میگن نه 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 این مده، حالا بپر اون تو و اون تو این کار رو انجام بده و بعد اون شرایط خودش رو داره و داره میره. و یه اتفاقی که این سوشال میدیا و به نظر من بر آدم هم دیگه به وجود آورده اینه که ترس از اینی که عقب بیفتن در حقیقت و یه کسی و یه گروهی دارن بدو بدو جلو میرن و این گروهی که مونده و عقب افتاده، انگار مثلا حالا همه رفتن توی کلاب هاوس یا همه رفتن توی تیک تاک، همه رفتن این کارا رو دارن انجام میدن و خب اگر که بقیه دارن یه جایی میرن و من اونجا نیستم پس چه معنایی داره؟ کجاست که دارم عقب میفتم؟ کجاست که دوستانم از دست میدم؟ کجاست که نمیتونم حرف بزنم وقتی که توی جامعه هستم و اونا میگن من توی این موقعیت هستم؟ چطوری میتونه این موقعیت ها برای من نوعی حسادت به وجود بیاره، افسرده بشم، تشویش و استراب به وجود بیاره، ادایی در بیارم از کارهایی که خودم دوست ندارم ولی چون فکر میکنم موده و قراره که این اتفاق بیفته پس من بلنشم و اون اداها رو در بیارم و در نتیجه بعد دوباره از خودم خجالت بکشم و گیر بکنم که من این کاره نیستم، دوست ندارم برم توی تیک تاک یا بلنشم حالا برم توی مثلا اینستاگرام و مثلا چه میدونم کلی سنم حالا کارهای فضای خودم به وجود آوردم و در ولید از لحاظی حالا چون مثلا مود شده که حرکات عجیب غریب در بیارم میرم حرکات عجیب غریب در میارم، من نمیدونم با خودم چیکار بکنم و اینو باز نگاه میکنم به اشخاصی که توی یک موقعیت یک چیزی مود میشه و اشخاص انگار اونجاست که من فکر میکنم میگه وارد زندگی من میشه و حالا من یک کاری باید باید انجام بدم، یعنی انگار حالا مجبورم اومده وسط جلوی مثلا این سنگ دفعه اومده وسط اتاق و حالا من یه کاری باید با این انجام بدم و توی این مسئله گیر میکنم که حالا من چی کار باید با این انجام بدم، آیا باید پسش بزنم، آیا باید خودم آماده بکنم، آیا باید جلو برم و توی این هستش که شرایطی رو که بر تشویش و اضطراب برای ما میاره بدتر میشه. یه قسمت دیگه ای هم که من فکر میکنم باز توی این تحقیقات خودشو نشون میده مخصوصا به اشخاصی که نوجوان هستن و جوان هستن که مقدار افسردگی اونها رو خیلی خیلی بالا برده، دلیلش هم اینه که کسانی که معمولا دارن توی سوشال میدیا گفتگوی دارن یا خودشون رو نشون میدن اغلب از بهترین هاشون نشون میدن و در نتیجه وقتی که بهترین هاشون رو نشون میدن خیلی موقع هم در صدد هستن حتی وقتی که زندگیشون آنچنان خوب نیست ولی قسمت‌های زیبایی از زندگیشون رو برن نشون بدن. اینی که من دوست دارم قسمت‌های زیبایی رو نشون بدم هیچ اشکالی نداره، این که من دوست دارم که حتی اگر غمگین هستم و 5 ثانیه منو شاد میکنه که به امید زیبایی زندگی یک حرکتی بکنم، عکسی از خودم بگیرم، جایی رفتم نشون بدم هیچ اشکالی نداره. جایی که من رو از اون فضای خودم دور میکنه و انگار باید فقط رولی رو بازی بکنم تا ملت به من دوتا لایک بدن، اونجاست که باز خودم توش گیر میکنم، یعنی اونجا اختلالای شخصیتی خودم یا کمبودهای شخصیتی خودم هر چیزی رو که جلوی من بذارین خودش رو توش نشون میده و حالا چون سوشال میدیا جلوی من گذاشتین شخصیت من، اختلالای شخصیتی من، مشکلات من خودش رو تو سوشال میدیا نشون میده. و قسمت بعدی اینه که تصور من اون وقت در دنیا اینه که همه بهتر از منن، همه شادن، اون وقت من نشستم دارم غم میخورم، نگاه که همه تو مهمونی هن، من نشستم توی تنها تو خونه و بعدی رو که از سوشال میدیا ممکنه برای خودم بسازم بعد غلطیه یا بعدیه که واقعی نیست و به خاطر همین در اون شرایطه که من دارم خودم رو در حقیقت نشون میدم یا از دنیا اون رو برداشت میکنم که واقعی نیست. در نتیجه شاید یکی از موارد اصلی اینه که نگاه کردم اینکه همه این ابزار ابزاریه که میتونم ازش به نوع مثبتی استفاده بکنم که خودم رو رشد بدم و جلو برم، ولی اگر هر کدوم از این ابزار من رو داره میبره توی موقعیتی که
دیگه خودم نیستم و در کنار خودم نیستم و دارم از خودم جدا میشم و دارم غمگین میشم به خاطر از خودم جدا شدن، حضور پیدا کنم و برگردم و برم توی اون فضای خودم و خودم رو به خودم وصل بکنم. عزیزان شما بخواید من 2 ساعت حرف میزنم، ولی قرار بر این که من لکچر بدم تو اینجا نیست، قراره که شما عزیزان بشنویم. در اینجا دستای زومتون رو بلند کنین یا اگر که در کلاب هاوس هستین لطف بفرمایید و به من خبر بدید که من بتونم که صدای شما رو باز کنم. خانم فریبا مقصودی فکر میکنم، بفرمایید عزیزم. سلام عرض میکنم. سلام خانم دکتر، بفرمایید. مرسی، لطف میفرمایید خودتون رو معرفی بکنید. بله، من دکتر فریبا مقصودی هستم، دکتر روانشناسی عمومی دارم و ارشد بالینی در خدمتتون هستم. خوشحالیم که با ما هستید، بفرمایید. قربون شما. من میخواستم در تایید فرمایشات شما یه چند مورد رو اینجا مطرح کنم که در دنیای امروز واقعا با توجه به اینکه تمام زندگی ما تحت شعاع و تحت تاثیر سوشال مدیا قرار گرفته، میتونیم از جنبه‌های حالا روانشناختی، من میخوام این مسئله رو باز کنم که خب 100% همونطور که شما اشاره کردید، این روزها در این حال که مسئله سوشال میدیا بسیار قوی عمل میکنه و محیط‌های مختلف زیادی وجود داره که ما از طریق این محیط‌ها میتونیم با تمام هم نوعان خودمون ارتباط برقرار کنیم، ولی در این حال حتی این حس تنهایی رو فکر میکنم اکثر ماها میتونیم تجربه کنیم، یعنی چیزیه که گریبان همه رو گرفته. من میخواستم به این موضوع اشاره کنم که این حس تنهایی خب 100% چیزیه که با کمک دیگران در واقع و البته خودمون قابل حل کردن و به اصطلاح رفع این مشکل هست. با استفاده از سوشال میدیا خب در این حال که میتونه مضراتی داشته باشه و برصورت نکات منفی هم درش وجود داره، ولی مواردی هست که ما بودن در کنار هم رو میتونیم از طریق سوشال میدیا تجربه کنیم. واقعا این خیلی موضوع جالبیه که اصلا معنای زندگی رو شاید هر قدر هم که ویرچوال هست، هر قدر هم که به اصطلاح خیلی حقیقی و قابل لمس نیست، ولی میتونیم معنای زندگی رو از طریق همین محیط ها بودن در کنار هم، سهمین کردن دیگران در بعضی از جنبه های زندگی و خیلی جنبه های دیگر رو میتونیم اصیل ترش کنیم و بهش معنا ببخشیم از طریق همین سوشال میدیا. مثلا یه فاکتور همون سوشال اینترست، علاقه به اجتماع، علاقه به آدم ها. از این به اصطلاح محیط واقعا میشه یه مزایایی رو براش ایجاد کرد. و یه فاکتور دیگه مثلا میخوام من بهش اشاره کنم، فرض کنید حتی اون سلف رگولیشن یا خودتنظیمی که ما همیشه تو کتابا دنبالشیم، همش دنبالی هستیم که یه جورایی بتونیم بر خودمون این فرض کنید خودتنظیمی رو ایجاد کنیم، سازماندهی افکار و احساساتمون رو بتونیم به اصطلاح بهش شکل بدیم، سوشال میدیا خیلی به ما کمک میکنه که این مهارت ها رو ما پیدا کنیم، چیزی که شاید ما خودمون به تنهایی تو کتاب ها یا حتی با دیدن حتی دوره های ممکن به سختی بهش برسیم، ولی از طریق این محیط ها به راحتی میتونیم اون چیزی رو که میخوایم پیدا کنیم. من فعلا عرضی ندارم، در خدمتتون هستم. خیلی ممنونم و بسیار ممنونم از قسمت هایی که فرمودید. من تجربه خودم حداقل میتونم بگم تو این صحبتی که شما فرمودید، اینه که از موقعی که سوشال میدیا به وجود اومد، کاری که من حداقل باش کردم اینه که تونستم شرایطی که ممکن بود تو دانشگاه دارم، تجربه هایی که دارم رو خیلی صمیمی تر بتونم با اشخاص در قسمت های مختلف دنیا و در میون بگذارم. یعنی اگر که قبلش فقط باید حتما گروهی بود یا سمیناری بود یا آدم ها فقط باید میومدن اونجا و یه گروهی بودن که فقط مثلا اگر من در لس آنجلس هستم فقط در فضای لس آنجلس میتونستم بیان، یک دفعه شبکی باز شد که من بتونم نه تنها
خودم رو در میون بذارم با اشخاص دیگه و بعد با عزیزانی آشنا بشم که در قسمت‌های مختلف دنیا هستن. همین الان شما از ایران تشریف آوردین، اشخاص مختلف، جناب دکتر تقوی از ایران با هم آشنا شدیم و بعد اینجا با هم آشنا شدیم، جناب نعمتی که الان دبی هستن یا ایران بودن. یعنی می‌بینی یک دفعه قسمت‌های مختلف که روزبه عزیز که ترکیه است، یعنی همه یک دفعه از جاهای مختلف به هم پیوستیم. همین مبحثی که وقتی که زوم، وقتی که کووید به وجود اومد، ما تونستیم از طریق سوشال میدیاها با اساتید مختلفی که در دنیا هستن یک دفعه در کنار هم بیان و با هم شروع کنیم حرف زدن، با هم شروع کنیم گفتگو کردن. و بعد یکی از موارد جالبی که فکر کنین مثلا خاله ای که من دارم ممکنه 80 سالشه در ایرانه و من فرصت اینو نداشتم که برم مدت ها ببینمش، یک دفعه میبینین که توی سوشال میدیا با هم دیگه شروع میکنیم گفتگو کردن، عکس رفت و بدل کردن و یک زیبایی این مسئله بر آدم به وجود میاره که دل آدم رو گرم میکنه. پس یکی از موارد، دوباره جناب مصطفی سلطانی فرمودن که حق به شماست، با تغییرات باید تغییرات رو قبول کنیم و یا مثل سرخپوستا مجبور رو میکنه ازش استفاده کنیم، پس بهتر خطرکن باشیم. ولی از طرفی تو همین صحبت هم اینه که مباحث و فضا و اینترونشن یا هر چیزی میاد جلوی ما، اینه که خب من باهاش چه کار میکنم، آیا برای بهبود خودم دارم استفاده میکنم به عنوان یک وسیله و یا اینی که به ضرر خودم دارم استفاده میکنم، یا برای بهبود خودم و بقیه دارم استفاده میکنم یا برای ضرر خودم و بقیه دارم استفاده میکنم. به نظر من خب این حق انتخاب منه به عنوان یک انسانیت. پس شاید که قسمت انسانیت رو که ما نگاه میکنیم اینه که یک سری قسمت‌های این رو در اختیار و کنترل من نیست، جبر به وجود اومده و جلوی من هست، ولی ماها هم انتخاب داریم. بفرمایید. خانم دکتر، میخواستم یه موضوع دیگر هم پیرو فرمایشات شما اضافه کنم. این که ببینید طبق اصل داروین در هر صورت برای بقا انسان نیاز داره که با محیط سازگار بشه. محیط و سیستم این به اصطلاح این دور زمان، این عصر ما، عصر تکنولوژی و ارتباطات از طریق همین سوشال میدیا. یعنی فرض کنید که اگر آدم، هر کسی نخواد خودش رو با این سیستم تطبیق بده و کمپتیبیلیتی ایجاد بکنه، دقیقا مثل همون جامعه مثلا 5000 سال پیش قطع ارتباط با افراد قبیله ایجاد میشه و این عدم سازگاری با ایجاد ناسازگاری با فردی خشن، گوشه‌گیر، منزوی، انعطاف ناپذیر میکنه. بنابراین برای اینکه برای حفظ بقا اصلا همه ما نگم ناچاریم، ولی برای بقا همه ما نیاز داریم که به اصطلاح همگام با جامعه و دنیا پیش بریم، که اون هم الان بحث همین سوشال مدیا است. دقیقا، یعنی این حسی که وقتی که یه دونه تحقیق بود که داشتن میگفتن همه مسئله داروین رو، که جالب بودش، میگفتن آیا کسانی که تونستن بجنگن و بقا رو برای خودشون به وجود آوردن و کسانی که قوی تر بودن و قدرتشون رو نشون دادن، کسانی گروهی بودن که بقا پیدا کردن، یا گروهی که در حقیقت منعطف بودن، تونستن انعطاف پذیری به وجود بیارن و تونستن که با مهرشون این فضای کوآپراتیونس رو به وجود بیارن و در حقیقت اون گروه بودن که تونستن با هم و کنار هم این قدرت رو به وجود بیارن و قدرت همگانی تونسته حالا اون قبیله رو یا اون سپیشیز رو بتونه ببره به قسمت‌های دیگه. و یکی از کارهایی که این حالا سوشال میدیا تونسته به وجود بیاره این با هم بودن رو وسعت داده. یعنی اگر در قبیله های کوچولو کوچولو تری داشتیم که میتونستیم در کنار هم باشیم، حالا فضای وصل بودنمون رو به فضای بزرگتری رو در حقیقت به وجود آورده. ممنونم از شما دوستان، میخوایم ازتون بشنویم. در نتیجه اگرم آماده نبودید خودتون رو لطفا آماده بکنید برای صحبت کردن. جناب موسوی بفرمایید. عرضم به حضورتون که خیلی خوشحالم خانم دکتر شما رو در کلاب هاوس می‌بینم
نمیدارم که تداوم هم داشته باشه توی امکانات خوبی که کلاب هاوس داره و زوم نداره، اینه که شما مجبور نیستین که تلفن تو زنگ میخوره خیلی تو بس بشین و دوباره برید بیرون، یه آپشن خوبه. در مورد تاپیکتون من میخوام خدمتتون بگم که امسود ادلر یک در واقع موضوع جالبی رو مطرح میکنه در مورد علاقه اجتماعی و پیشنهاد میداده به مراجعینش که شما سه نفر رو در طول روز خوشحال کنید، یعنی کاری کنید که سه تا آدم خوشحال بشن. و من داشتم به همین فکر میکردم که حالا ایده نوعی که من فکر میکنم خیلی وقتی شاید اصلا نیازی هم نباشه، همون ایده های قبلی رو اگر ممارست کنیم و روش پافشاری بکنیم زندگی خیلی بهتری داریم. من دوست دارم که این پیشنهاد رو بدم که بعضی وقت خودمون رو سکرین کنیم ببینیم واقعا ما در طول روز چند نفر رو خوشحال میکنیم. کار خیلی ساده، حتی یه نوازش کلامی ساده که مثلا چقدر امروز خوشگل شدی، چه لاک قشنگی، چه نمیدونم کیف خوبی، چه میدونم حرف قشنگی زدی. و من دقت میکنم اینم خیلی وقتا با اون کسی که سالاست تی ای تدریس میکنم میبینم تلسمایی که آدم ها تو نوازش دادن به هم دیگه دارن، موانعی که حالا باعث میشه این کار نکنم، میدم خیلی وقتا همین میتونه چقدر احساس خوب به ما منتقل بکنه و چقدر انسانیت رو ترویج بده وقتی که ما توجهمون به اینه که یه کاری بکنیم، یه حرفی بزنیم که دیگران رو خوشحال بکنه. از غذا خیلی هاشم هزینه آنچنانی نداری که من بگم به بچه چقدر مثلا صحبتتون خوب بود خانم دکتر، چه اتیولوژی خوبی بیان کرد، کیف کردم از نکاتی که در مورد شبکه اجتماعی گفتید، ولی به خدا نه خرجی داره نه چیزی ازم کم میکنه، تازه باعث میشم شما خوشحالتر بشین، تقویت بشین، ادامه بدید در واقع راهتون رو. من پیشنهادم اینه که راهی که آلدر گفته رو امتحان کنید، گاهی از خود بپرسید امروز چند نفر خوشحال کردم، چند تا کار میتونستم انجام بدم و در واقع انجام دادم یا ندادم. این پیشنهاد من حالا در باب این موضوع بود، لباس در ادامه اگر صحبتی بود خدمت خواهم. خیلی ممنونم، مرسی. و باز خیلی از تحقیقات نشون داده که وقتی شما در صدد هستید که از فضای خودخواهی یا خودمحوری خود بیرون میایین و دارین در حقیقت از با بقیه کمک میکنید، خوشحالشون میکنید، دستی به دست دیگران میدید، که در حقیقت خودتون رو بیشتر دارید خوشحال میکنید، هپینس خودتون داره وجود میاد. در نتیجه اون جایگاهی که از هر زمانی که ما از این خودمحوری بیرون میایم کمکی داریم در حقیقت میکنیم به خودمون. چه ممنونم از اینکه صحبت فرمودین. در ضمن وقتی میگین حالا خیلی از چیزها گفته شده، احتیاجی نیستش که حتما نو باشه، ولی مثلا همین الان وقتی که شما یادآوری کردید به ما که ادلر اینو گفته، دوباره یک چیزی که ممکنه حضور بهش نداشتیم به حالت نو دوباره وارد این فضا میشه. و حرفتون درسته، خیلی موقع ها خیلی از چیزایی که برای ما میاد الزاما نو نیست، ولی چون حضور بهش نداشتیم، حواسمون بهش نیست، انگار میره و یادمون میره و لحظه‌ای که برمیگرده نو بودن خودش رو دوباره برای ما ها نشون میده. خب پس حالا کی دوست داره صحبت بکنه؟ دوست داریم از شما بشنویم. من یه مورد کوچولو می‌خواستم اشاره کنم اگر فرصت باشه. حتما بفرمایید. قربون شما. ببینید یک مورد که سوشال مدیا خیلی خوب دامن زده به این قضیه، تو بحث سلامت روان، بحث بیان احساس و افکاره. همین محیطی که الان ما توش هستیم محیطی هستش که به نظر من به سلامت روان کمک میکنه، برای اینکه به راحتی هر کسی میتونه صحبت کنه، حرفش رو بزنه و احساساتش رو بیان کنه، حالا کلاب هاوس باشه، فرض کنید سایر شبکه‌های اجتماعی باشه. اینها همه برخلاف گذشته که شاید فرد خیلی محدود بود در بیان گفتار، حالا احساساتش و افکارش، سوشال مدیا این کمک رو به جامعه انسانی کرده. ببخشید من صحبت کردم. نه لطف کردین، خیلی ممنونم. درست میفرمایین که فرصتی رو به وجود آورده در حقیقت که ماها میتونیم گفتگوهای خودمون رو در میون بگذاریم. یکی از طبق صحبت خود شما که الان داریم میفرمایین،
عقاید رو خیلی موقع ها آدم ها ممکن بودش که خب تو فضای کوچیک‌تر داشتن میگفتن، ولی وقتی که فضا بزرگتر شده و میگیم آدینسمون بیشتر شده در حقیقت، خب کسی که عقاید خودش رو میگه، احساس خودش رو در میون میگذاره، خیلی راحت‌تر میتونه که گفتار خودش رو به گوش و دل اشخاص بیشتری برسونه. و بعد وقتی که فیدبک میگیره از خارج، مثلا یک حرفی رو میزنه و یک نفر دیگه میگه به به یا میگه نه خیر، یه مقدار این جایگاه واقعیت نگری و ریالیتی چک باز داره به وجود میاد، چون ممکنه که من یک ایده ای رو داشته باشم و برای خودم مشخص نباشه، از خودم سوال کنم درسته یا نه، ولی وقتی که میذارم توی سوشال میدیا و بعد شروع میکنم فیدبک گرفتن، یه مقداری با دنیای خارج از خودم هم این رو دارم نگاه میکنم که آیا این احساس من، افکار من، عقاید من آیا همگانی تر هست یا نیست، و یا اینی که من فقط از یک بعد کوچکتری نگاه میکنم و این بعد رو در حقیقت برای من بزرگتر میکنه. یه مبحث دیگه هم که شما فرمودین توی ذهن من اینه که وقتی که اون حالت انانیمیتی هست، یعنی اینی که من شاید که حالا یه عکسی گذاشتم یا اسمی گذاشتم یا حتی بعضی موقع اسمم یه جور دیگه گذاشتم یا کسی نمیتونه متوجه بشه که من هستم، در این شرایط جرأت اینی که حرفایی رو که شاید خجالت میکشم بزنم یا فکر میکنم شرم دارم یا هر چیزی که هست رو راحت تر میتونم این کار باشه انجام بدم. من یادم ماها تقریبا 2005 بود که آنلاین تراپی رو گروه اولی بودیم که شروع کردیم، یکی از اولین کتاب هایی بودش که در حقیقت پابلش کردیم توی مسئله آنلاین تراپی. 2005 ویدیو هنوز نبود و فقط چت بود و یادمه که وبسایت ما فقط اشخاص میومدن و ماها میتونستیم با هم دیگه چت بکنیم، روان درمانی رو با چت میتونستیم شروع کنیم. خب خیلی سوال بود که آیا شما روان درمانی که با چت میکنین تو چقدر میتونه جالب باشه یا کارایی داشته باشه و چقدر میتونه عمیق باشه. تو تحقیقاتی که ما انجام دادیم در عرض 6 ماه متوجه شدیم که خیلی خیلی عمیق‌تر میتونه باشه، به خاطر اینه که خیلی از اون میگن فلافی که ماها به وجود میاریم توی وقتی که دو نفر در کنار هستن، سلام علیک میکنن، بعد خجالت میکشن، بعد تو روی طرف دارن نگاه میکنن، بعد نمیدونن چجوری بگن، بعد احساس میکنن طرفو ناراحت میکنن، بعد اگه ناراحت بکنن از تمام مدت هم دارن صورت طرف رو میخونن که درست گفتم، بد گفتم، نکنه ناراحتش کردم. همه این مباحث از بین میره و میدیدین یک مبحث خیلی عمیق کودکی یا چیزی رو که طرف شرم داشت میخواست راجع به مثلا موارد جنسیش بگه یا آزارهایی که در کودکی دیده بود، اتفاقایی که افتاده بود که روش نمیشد بگه، میدین حتی توی جلسه اول و دوم تمام این مسئله برملا میشد و خودش رو باز میکرد و میتونست دریافت بکنه. و جالب بودش که این تیکه داشت کمک میکرد در حقیقت به اینی که اون اشخاص خودشون رو بتونن باز بکنن و حرفهاشون رو در حقیقت بزنن. و یکی از موارد کلی که توی الکوهولیک انانیمس یا نارکاتیک انانیمس، این قسمت انانیمسش که میومد، باز همین بودش که شما میتونستین بگین که اسمتونم نگین، فقط حرفتون رو بزنین و از قسمت‌های مختلفتون که برای خودتون حداقل حالت شادو سایدتون رو داره، خجالت میکشین و احساس میکنین که صدمه پذیر هستین، رو توی این جایگاه ها خیلی اشخاص میتونستن که باز بکنن. و همین امر رو همونطور که خانم دکتر فریبا فرمودن، به نظر من توی سوشال میدیا هم خیلی بیشتر شده، اشخاص میتونن از خودشون رو در میون بذارن. دوستان عزیز، دوست داریم ازتون بشنویم، دست ها بالا که بتونیم از گفتارتون و از دانشتون در حقیقت استفاده بکنیم. هر کیم آماده نبوده خواهش میکنم آماده بشین، وگه من میخوام والانتیرتون بکنم. جناب نعمتی، جناب سجاد، جناب حبیب اومدین توی قسمت مادریتور در نتیجه سپیکر را، اگه مایل هستی صحبت بکنید. کسان دیگه اگه مایل هستن دستاتون رو بالا بکنید. جناب روزبه، خیلی امروز همتون خجالتی هستید، نمیدونم چرا. هر صورت ما در حدود یک ساعت دیگه هنوز قرار گفتگوی داشته باشیم، در نتیجه اگر مایل هستید که صحبتاتون رو شروع بکنید یا اگر مبحث دیگه ای رو دوست دارید بیارید وسط، بیارید وسط.
سلام خانم دکتر، من یه موضوع خواستم بگم. روزبه عزیز سلام به همه عزیزان، امیدوارم خوب باشید. تبریک میگم شورمون رو توی کلاب هاوس و در رابطه با این تنهایی خواستم این موضوع رو پیشنهاد کنم که سوشیال مدیا یا مواردی که پیش میاد ما خودمون از خودمون جدا میکنه. در واقع بیاییم تمرین رو داشته باشیم که برای خودمون وقت بذاریم، یعنی یه جورایی خودمون دوتا ببینیم و برای خودمون وقت بذاریم، ببینیم چی دوست داریم چی نداریم، با خودمون صحبت کنیم. حالا منظورم گفته بودی درانی نیست، منظورم اون وقتی خیلی به نفس اهمیت بدیم، به گفته هایی که از بیرون از جهان بیرون میاد که چی درسته چی غلطه، ما رو بیشتر از خود درون جدا میکنه. در واقع از اولویت درون خود اصلیمون جدا میکنه و این باعث در واقع همون تنهایی بیشتر میشه. در واقع من هی میخوام من نوعی خودم مقایسه کنم با دیگران که چی درسته چی غلطه، در صورتی که هی دارم از اون وجود اصلیم فاصله میگیرم و اون بیشتر و بیشتر اضطراب و تنهایی رو بهم خواهد. پس پیشنهاد من اینه که بیشتر برای خودمون وقت بذاریم، خودمون رو بیشتر بشناسیم، خودشناسی کنیم و خودگنشناسی کنیم به قول دکتر طراوی عزیز، که بتونیم به اون وجود اصلیمون بیشتر دسترسی پیدا کنیم و خیلی از اون زوائدی که باعث میشه خواستهایی داشته باشیم که اصلا ما نیست، صداهایی که تو ذهنمون هست که ما نیست و اونها ناخودآگاه یه سری چیزها رو اجرا میکنه، بتونه از ما جدا بشه و در واقع به صلح درونی بتونیم دست پیدا کنیم که با خودمون در صلح باشیم، با خودمون خوش بگذره، خودمون رو به بستنی دعوت کنیم و بتونیم شاد زندگی کنیم حتی تو تنهایی با خود. ممنون، خواستم اینو فقط یادآور بشه. این به خودمون رو به بستنی دعوت کنیمش خیلی ذوق داشت، مرسی. خیلی خوشمزه، خوش میگذره اون موقع خانم. جناب دکتر امید علایی یه لحظه فقط صبر حتما. جناب دکتر امید علایی فرمودن که الان تو ایرپورتن و نمیتونن با ما مستقیم صحبت کنن، ولی نوشتن که چیزی که میخواستن اضافه بکنن اینه که sometimes we need JOMO, joy of missing out, instead of FOMO, fear of missing out. و در حقیقت همونطور که شما فرمودین روزبه عزیز، دکتر علایی هم دارن تصدیق میکنن که بله، ما در حقیقت چیزی رو که احتیاج داریم اینه که بعضی موقع بخوایم که اصلا فضای بیرون رو رها بکنیم و بریم. من این سفر 3 هفته‌ای که کردم که رفتم کولومبیا و هوای برگشتن، روزبه جان خیلی این حس رو داشتم که فقط دارم میخواست در سکوت خودم فقط در لذت ببرم توی اون فضا. و جالبه که هر زمانی که اون اتفاق میفته این تعادل در حقیقت به وجود میاد برای آدم ها. افسانه عزیز دستشون رو بالا کردم و بعد جناب امید نعمتی، در نتیجه اول با خانم افسانه پاتب صحبت میکنیم. بفرمایید افسانه جان. سلام عرض میکنم خدمت شما و همگی و تشکر از وقتی که میذارین، واقعا سپاسگزارم. یه زمانی بود وقتی میخواستیم حرفمون رو شروع کنیم میگفتیم خب با تشکر از خداوند متعال، الحمدلله اونو که میگیم، ولی از اون ورم حالا باید بگیم تشکر از سوشال میدیا، از زوم، از اینستاگرام و همه کلاب هاست و همه چی. میخواستم تشکر کنم از شما، از آقای دکتر تقوی، آقای دکتر علایی، آقای دکتر محقق، استاد قهرمان، آقای دکتر موسوی. خیلی هستم بخوام تک تک بگم. واقعا خیلی چیزایی من اینجا یاد میگیرم و خیلی خوشحالم. به بچه هم میگم انگار که دارم میرم دانشگاه، یه دانشگاه مجانی، بهترین دکترا، اساتید اونجا چیزی یاد میگیرم میام بیرون، خب دوتا کلمه‌ش هم که یاد بگیرم بیام به شماها یاد بدم، کلی کاری انجام دادم. خیلی خوب. برای اون آغاز نو من فکر میکنم که یا مطلبی که شما گفتین راجع به سوشال مدیا که خب هم خوب چیزای خوب آدم یاد میگیره، هم بد آموزی هم ممکنه برای بعضیا داشته باشه یا برای بعضیا افسردگی بیاره به خاطر چیزای خیلی خوبی که میبینن،
من فکر میکنم هر کسی اگر روی خودش کار کنه، پندار نیک، کردار نیک و گفتار نیک داشته باشه، هم توی زندگی خودش موثره، هم اگر جایی هست و بتونه دیگران رو بخواد راهنمایی کنه و کمک کنه. بازم برمیگره به خود آدم، این سوشل مدیا که همه چی در اختیار آدمه، اون انتخاب خود ما هست. و آدم هایی هم که اگر میان اون رو بی احترامی میکنن به کسی یا چیزی، اونا همونطور که شما دیگه استادین، مشکلات خودشونه و به اون شکل خودشونو بروز میدن. یه خانمی هست، نمیدونم آشنایی باشون داریم، کالیفرنیا، شلی، خیلی معروفه توی سوشال مدیا. این دوران کرونا که واقعا این دور افتادن از بچه ها، تنهایی مفرد خیلی سخت بود، این بنده خدا میامد روزه ویکند و یه میگفت مهمونی یا این خونه من، و واقعا هزارها نفر آدم میامد روزون از ایرانی مرمد و ایشون واقعا مهمونی خودش بود، همون تعداد خاص خودش یه مهمونی برپا میکرد، جشن میکرد، میرخصید، میگفت باشیم برخصید. و واقعا این نجات دهنده بود در اون دوران سکوت و تنهایی. از ایران متاسفانه چون ساعتهایی که ایشون میذاشتن میشد دم خواب آدم های بیکار، میامدن روی این و حرفای خیلی بیربط میزدن و این بنده خدا خیلی آزار میدید. گاهی اوقات دیگه من میزدم تو رو خدا توجه نکن، چون شما وقتی توجه میکنی، توجه همه رو به اینا جلب میکنی، نکن این کار رو، اصلا اگنورشون کن. و واقعا میشه گفت آسیب دید رو اون مطلب، خیلی آزار دید و روانشناسایی رو می آورد و باهاشون در مورد این مطلب صحبت میکرد، بهشون راهنمایی کرد. باز برمیگردیم به ذات بعضی آدما، متاسفانه خوب و بد همه با هم هن، و امیدوارم که همه بیایم و چیزای خوب رو یاد بگیریم و اگر چیز بدی هست اینا رو اگنور کنیم. یه مطلب دیگه هم که بگم، من یه نوه کوچولویی دارم که این کلاس اوله، بهشون براشون کلاس فرانسه گذاشتن. این بچه معلمش رو دوست نداره چون بچه ها رو دعوا میکنه. هرچی هم نامه دادیم با اینطوری، چون استاد کمه فعلا قبول نکرد. گفتم برم روی اینستاگرام پیدا کنم ببینم چطوری میتونم به این بچه یاد بدم که این بچه قوی بشه. پیدا کردم یه خانمی رو که تازه شروع کرده و بسیار عالی. نشستم یکی دو تاشو نگاه کردم، عالی بود. آخر مطلبشون ایشون اومدن راجع به یه آموزشی صحبت کردن که چقدر بد بوده این حرفو. و من نامه بهشون دادم که خواهش میکنم این آموزش شما فوق‌العاده بود، این تیکه آخری که شما توی این مطلب گذاشتین دیگه من نمیتونم اینو بذارم بچه‌م نگاه کنه، برای اینکه اون بعد آموزی، خواهش میکنم اینو قطعش کن. که اگر همه آگاه باشن به این سبکی که واقعا شما آموزش میدین، واقعا میگم زبون قاصر از تشکر تمام اساتید، انشالله که همه به همین شکل بتونن آموزش بدن و برای من که خیلی مفیده و امیدوارم که همه هم بتونن استفاده. ممنون از وقتتون، ببخشید سرتون. خیلی ممنونم از لطفتون. یکی از مواردی که داشتین شما صحبت میکردین و به نظر من مهمه اینه که ما وقتی خیلی موقع راجع به انسانیت صحبت میکنیم، در تصورمون و دلمون میخواد که فقط قسمت هایی که برای ما شیرینه رو نگه داریم، در حالی که قسمتی از اون انسانیت به عنوان یک موجود، اون قسمت هم هست که حالا کرم میریزه، نمیدونم برای خود شیرینی میخواد، مثلا کسی آزار بده. بعد شما مثلا وقتی که بچه ها رو نگاه میکنید، هر کی بچه داره و داره بزرگ میشه، یا هر کدوم از شما که حتی بچه هم ندارین، ولی زمان راهنمایی یا جونیور های، بالاخره این سن رو گذروندین، مثلا سنیه که تقریبا از 10 سالگی تا بگیم مثلا 14 سالگی، سنیه که بدترین قسمت انسانیت رو شما میتونید تجربه کنید. کرم ریختن، این حالت سوپریوریتی، یه نفر رو باش آزارش دادن، قدرت نمایی کردن روی یک نفر دیگه، و میبینین که بولینس رو شما تو این زمان تجربه میکنی. یعنی قسمت هایی از انسانیت، انسان بودن هم هست که اونا رو هم در بر داره. و اینی که حالا چجوری هر وقت که ما رشد میکنیم و از اون فضای نوجوانیمون در حقیقت رشد میکنیم و به یه بلوغ احساسی و فکری میرسیم،
بعد دیگه اون قسمت خودمون رو مهار میکنیم، نه اینی که وجود نداره، در همه ما کرمریزی و بدجنسی و خودخواهی و همه اینا وجود داره، ولی زمانی که رشد فکری و احساسی برامون به وجود اومده و بعد اون قسمت خودمون رو قبل از اینی که بخواد بیاد حرکت عجیب غریبی انجام بده و آزار بده رو مهارش میکنیمه که اون بلوغ به وجود اومده. ولی خب نمیتونیم که این رو هم در نظر نگیریم که اون هم قسمتی از انسان بودن هست در حقیقت. من اینجا جناب نعمتی رو در خط دارم، بعد خانم مهسا. جناب نعمتی بفرمایید. در صحرا. سلام مجدد خانم دکتر، وقتتون بخیر. من گفتم از فرصت استفاده کنم، حالا که دوستان هستن یه سوال بپرسم. صحبت سر ایده های نو برای انسانیت، حالا یه جورایی برای زندگی، حالا دیگه میگه من هر وقت که یادمه، یعنی مثلا یادم مادر بزرگم که صحبت میکرد یا بزرگترها، همه ناله میکنن که آره صفا و صمیمیت رفته، چه میدونم بوی غذاها رفته، عشق رفته، همه چی خراب شده. و این صحبت از خیلی از جوانها هم میشنوید، چون کلاب هاوس دارن میگن که چقدر که مثلا این دیتینگ مجازی بده و چقدر این شبکه‌های مجازی بده و اینستاگرام چقدر آسیب‌زاست و این پست ها رو ما میبینیم حسد میخوریم، عزت نفسمون از بین میره. من چک که کردم دیدم همیشه به خاطر این مقاومت در برابر تغییر میام چیزای بدش رو میبینم و چیزای خوبش رو نمیبینم. یعنی خود من هرچی میبینم بهتر شده، یعنی از هر فرض کرد همین 100 سال پیش تا الان اصلا دنیا دگرگون شده، خیلی وضعش بهتر شده، ولی یه جورایی حاضر نیستیم. به نظرم میاد که انسان ها حاضر نیستن یه ذره هم از اون چیزی که خوبه رو از دست بدن. ولی خب هر چیز خوبه دیگه میاد، اوکی هم مثلا موبایل میاد، ما میتونیم مثلا با عزیزانمون دورا دور صحبت کنیم، اوکی، ولی اون تیکش رو که بعد دوست ندارم. در این مورد میخوام نظر دوستان رو بپرسم، یعنی آیا واقعا بعد بدتر شده توی این 100 سال گذشته؟ من اشتباه فکر میکنم، یا اینکه نه مثلا به خاطر همین که ما تغییرات رو نمیپذیریم حاضر نیستیم حالا مثلا یکی یا دو، یه واحد یا دو واحد از خوشیمون رو بدیم، جاش مثلا 10 واحد 20 واحد دریافت کنیم. هم از خودتون این سوال دارم، هم از بقیه متخصصین که اینجا هستن و صاحب نظرن و عقیده دارن، دوست دارم صحبتاشون رو و صحبتهای خودتون رو حتما بشنوم. متشکرم. خیلی ممنونم. اولا تمام تحقیقات و نمره ها نشون میده که خیلی بهتر شده همه چی، یعنی وقتی که نمره ها رو شما نگاه میکنین از نظر فقر و حتی مسئله فقر در دنیا، یعنی اگر ما خط فقر رو داشتیم، معنای فقر و مدل زندگی کردنی که اون موقع میگفتیم فقر چیه تا امروز خیلی بالاتر رفته و اینها همش بالاتر رفته. حالا اونو من میتونم، کتابی هستش که میتونم، اخیراً هم 2020 اومد بیرون که تمام این آمارها رو داده که چجوری از نظر تکنولوژی و از همه نظرها انسان تونسته که خودش رو بهتر و بهتر بکنه. اینی که شما میفرمایین که چطوره که هنوز چشم ما به طرف بدی هاست و فقط اونا رو نگاه میکنیم به جایی که خوبی ها رو نگاه کنیم و بریم بالا، ولی بدی ها رو بزرگ میکنیم، اون دیگه فانکشن این قسمت جلوی مغز ماست که در حقیقت دائم نگاه میکنه به یک سری مشکلات که هی بخواد مشکلات رو حل بکنه و تشویش و اضطراب براش به وجود میاد توی اون مشکلات. ولی دوست دارم از عزیزانم راجع به این بشنوم که صدای همه رو داشته باشیم. خانم مهسا بفرمایید. خودتون آن میوت بکنید لطفا. سپاسگزارم. درود بر شما، درود بر همه عزیزان. منم میخوام از طریق سوشال مدیا همجون دوست عزیزمون که گفتن تعریف کنم از شما، از زیباییاتون و اینکه میگن بگین که چقدر خوشگل شدین، چقدر زیبا شدین. البته کسانی که من فقط میبینمشون در تصویر هم خانم دکتر عزیز و سکا خانم افسانه تعریف کنم قبل از اینکه بخوام چه مطلبی رو عنوان کنم. در رابطه با سوشال میدیا، وقتی که این کلمه سوشال میدیا میاد یا هر نوع تکنولوژی یا فرق نمی کنه، هرچی که در این محدوده باشه، نشون میده که
انسان چقدر موجود پیچیده‌ایه، هم از لحاظ فکری و هم از لحاظ روانی و رفتاری. یعنی این خود سوشال مدیا جدا از انسان نیست، یعنی ما انسان‌ها خالق هستیم، ما اینها رو همه اینا رو ساختیم و همه اینا توشون خوب و بد و اونجور که ما خودمون قضاوت میکنیم میگیم این بده یا اون خوبه یا اینجاش اشتباس یا هر تعریف دیگه‌ای که داریم، نشون میده که انسان چقدر در طول سالها هم پیچیده تر شده، هم تغییرات زیادی رو به وجود آورده. و حتی خودمون، یعنی حتی خود منم وقتی نگاه میکنم میبینم مثلا یک سال پیش تا الان چقدر خودم تغییر کردم، که هم با کمک سوشال مدیا بوده که چقدر به مطالب هم با یا علم یا آگاهی ها زیاد شده، و اینکه چقدر از لحاظ سوشال مدیا با افراد آشنا میشم که اینها خب قبل از همه اینها اصلا امکان پذیر نبود. حتی در رابطه با سوشال مدیا حتی نشون میده که ما تاریخ رو که مثلا 2000 سال پیش یا 3000 سال پیش ما از طریق سوشال مدیا حالا تصویری میتونیم ببینیم که چه اتفاقاتی 2000 سال پیش افتاده که من نمیدونستم و الان با کمک این ابزار میتونم بفهمم که مثلا این ساختمون یا حالا هر چیزی دیگه که هستش چقدر چیزا بوده که این اتفاقات افتاده و الان نمایان شده و چقدر چیزهایی بوده که سانسور شده و الان اومده بیرون و واقعیت‌ها همه برملا شده یا آشکار شده یا فاش شده، از ناسا گرفته تا علوم پزشکی، از اقتصاد گرفته تا میتونیم بگیم تمام مطالب روانشناسی، هر کدوم از اینا میبینیم چقدر اون چیزایی که نبوده الان آشکار شده یا اون چیزایی که اصلا بوده ما ندیدیم، پنهان بوده، ولی با از طریق سوشال مدیا که دست بشر توش کار داشته و وارد بوده همه اینا بیرون اومده. من خودم خیلی علاقه به تاریخ دارم، خیلی بی نهایت، حتی به فضام خیلی علاقه دارم. وقتی که از طریق یوتیوب میزنم مثلا هر ساختمونه قدیمی، حالا کاستل باشه یا هر چیزی که دیگه باشه که میبینم، میگم اینا همه بوده ولی من نمیدونستم، ولی الان همه اینا آشکار شده از این تاریخ. پس من چقدر انسان ابر انسانی باید باشم، چون خالق هستم، یعنی در منی که هست، ولی در منی که هست این نشون میده که در همه ماها یکی هستیم، جدا نیستیم. یعنی وقتی که من از عشق صحبت میکنم همه ماها عشق رو داریم، وقتی که از مهربانی صحبت میکنم، از تعریف کردن صحبت میکنم، همه ماها داریم. یعنی این باعث میشه که همه ماها یکی هستیم. وقتی من عشق رو میفرستم این خودش یه انرژی داره. تمام این سوشال مدیاها، تمام این آدمایی که پشت سوشال مدیا بودن همشون یه انرژی داشتن، همشون یه نیروی داشتن، همه به همدیگه منتقل کردن. من از طریق اروپا، شما از طریق امریکا، شخص دیگه از طریق ایران، همه ماها یکی بودیم. همه ماها همونجور که شما فرمودین همه چیز در ما هست، حتی جنایت هم در ما هست، ولی وقتی که اون سطح آگاهیمون میره بالا، اون رفتاریمون یا اون توی گفتار و کردار و پندارمون تغییر پیدا میکنه، اون بودمون کمتر میشه، ولی در همه ماها هست. چقدر بهتره که در این از این ابزار سوشال مدیا برای روند بیشتر عشق به همدیگه و دوست داشتن و محبت کردن بتونیم هی بیشتر و بیشتر استفاده بکنیم که این جهان هستی رو یا این
کائنات رو در بر بگیره و حتی بتونه صلح رو بر مقام بیاره. این چیزی بود که خواستم بیان کنم و خوشحالم از این سوشال مدیا که این فرصت رو برای من گذاشت و از شما هم سپاسگزارم. ممنونم. خیلی ممنونم، متشکرم از شیر کردنتون. این کتابی بود که میخواستم راجع به صحبت بکنم برای تمام عزیزانی که هنوز علامت سوال دارید راجع به مبحثی رو که جناب نعمتی گفتن که آیا انسانیت داره بالاتر میره یا بهتر میشه یا نمیشه. کتابی از استیون پینکر. استیون پینکر الان استاد هاروارد هستش و کاگنیتیو ساینتیست و نوروساینتیست هستش. استیون پینکر، Enlightenment Now: The Case for Reason, Science, Humanism and Progress. استیون پینکر میگه که من اینو حالا باید به انگلیسی بخونم چون اینجا هست، حالا دوستان میتونن بعدا خودشون ترجمه کنن، دوستان عزیزی که اینجا مترجمه خوبی هستن. In this world is this world really falling apart? Is the ideal of progress obsolete? Is this elegant assessment of human condition in the third millennium? Cognitive scientist and public intellectual Steven Pinker argues us to step back from the gory headlines and prophecies of doom, which play in our psychological biases. Instead, follow the data in 75 jaw-dropping graphs. Pinker shows that life, health, prosperity, safety, peace, knowledge, and happiness are all on the rise. Not just in the West, but worldwide. This progress is not the result of some cosmic force. It is a gift of enlightenment, the conviction that reason and science has enhanced human flourishing. در نتیجه به نظر من این وقتی که ماها با نمره ها کار میکنیم خیلی خیلی مهمه که نگاه بکنیم که کل فضای زندگی health اینا رو من ترجمه من خیلی بده، هر کدومتون که شنیدین دوست دارین ترجمه بکنید بفرمایید و شروع کنید این رو ترجمه کردن. خب دوستان عزیز دیگه هستن که مایل هستن گفتاری داشته باشن در صحبت‌هایی که شد، سوالی که جناب نعمتی انجام دادن؟ دکتر تقوی های آماده اید؟ شما هی تشریف میبرید برمیگردید، اگه آماده اید دیگه صحبت بفرمایید. بله خواهدتون مردم، ایرفونم رو بس صدای من هست؟ بله بله. خب عرض سلام و ادب دارم خدمت همه دوستان عزیز. با سلام به شما و به کلیه عزیزانی که امروز به ما پیوستن. شروع جلسات مشترک کاوش اندیشگاه اندیشمندان در کلاب هاوس رو هم تبریک عرض میکنم و امیدوارم که از این طریق رسالتی که در ابتدا برای کاوش تعریف شده به معنی واقعا اندیشگاه اندیشمندان و تفکر درباره انسانیت رو طبیعتا بهتر باشه. ارزم به حضور شما که حالا بعضی از حرف ها هم تکراری ولی اشکال هم یادگیری در تکراره، هرچه رو تکرار کنیم بیشتر یاد پنجاه یا 51 در مسیر هما وجود داره، یعنی لحظه ای که ایپ ها، نمیخوام ایپ رو میمون ترجمه کنم، من که مانکی جزء ایپ ها حساب میشه، میمون ها، شامپانزه ها، گوریل ها، بابون ها، اینا کلن ایپ هم. من نمیدونم حالا ایپ، یادمه که اون موقع که فیلم ایپ سمونه ما تو فارس بهش کنیم ایپس، ولی یه جای این ریشه گوتی که میشه یه شاخه میشه ایپ ها که گروه رو گفتم خدمتتون، یه گروه هم میشه هوما انسان نماها که میاد 51 دو تا تحول داره تا میرسه به من که میشه هومو ساپینس انسان هوشمند. و خب کتاب اوریجین آف مایند داره برای ای پی ای خواستگاه ذهن. الان قضیه خیلی جدیه که ما اصلا چرا ذهن داریم، چرا هوش داریم، یا اون کتاب معروف مورد علاقه خواستگاه آگاهی دفتری باشه ذهن دوش میکنه. الان یه مسئله ای که مطرح شده، حالا این برکه میاد یه ذره متوجه میشه که
حداقل تو امریکای شمالی قضیه جدی‌تره. دلیلم داره جدی‌تره. وقتی شما میری هیومن کانکتون پروژکت رو نگاه میکنی، مشترک UCLA، هاروارد و یه دانشگاه دیگه که کل سیم کشی، دقیقا کلمه وایرینگ رو استفاده کرد، کل سیم کشی مغز رو در ادامه هیومن ژنوم پروژکت که کل آدرس ژنتیکی ما رو در آوردن بیرون، کل سیم کشی مغز رو در آوردن یا در حال پایان حال از هندش هم بهتره که گفتم به ازای هر یک دلاری که اینجا در کار کنه فکر میکنم 18 میلیارد دلار اگه اشتباه 18 میلیون دلار اگه اشتباه نکنم این پروژه هزینه بود، به ازای هر یک دلاری که اینجا هزینه میکنه تو هیومن کانکتون پروژه 4 دلار در بیماری های نورولوژیک مثل پارکینسون، مثل آلزایمر، مثل یه بیماری دیگه اسپوردولا، ما 4 دلار در درمان اونها جلو میافتیم به علاوه این که از درمان به پیشگیری میرسیم. توی امریکای شمالی قضیه جدیه. وقتی یه چیزی دارن صحبت میکنن شاید سایفای علمی تخیلی به نظر برسه، ولی بدونیم که بکش یه عده بطور جدی با پول، وقتی میگم یه عده یعنی کمپانی، یعنی پژوهش، یعنی دانشگاه، حالا یا پنهان بعدن میاد بیرون یا اینکه از اول میاد. الان هومو دیجیتوس به عنوان ورژن بعدی هومو ساپینس، به عنوان ورژن بعدی من که برآورد اینه که دیگه 45 هزار سال هم طول نمیکشه، چون تکامل دیگه یه شب دو شب اتفاق میاد، برآورد اینه که سریعتر پست هیومن داره میاد، فرا انسان داره میاد. خیلی خیلی نمیدونم، من قلبم برای جیمز وب تو دهنمه، یعنی منتظرم اون سوت رو بفرسته، فقط یه سوت بفرسته که یکی اون بره عالم، نه اون بره منظومه، اون بره یونیورس داره یه سوت میزنه یه صدا، چون فکر میکنم با وویجر هم این کار کردیم، همه رو فرستادیم خارج از کهکشان توی صندوق ضد ضربه، قرآن توش بود، گروه بیتلز بود، خطای متفاوت بود که ببینیم ما از احساس تنهایی در کهکشان هم رنج میبریم دیگه، بفرستیم اون ور ببینیم یکی هست جواب ما رو بده 10,000 سال دیگه، 20,000 سال دیگه. الان منتظریم که این شاهکاری که رفت بعد 25 سال زحمت بالا ببینیم جواب چی. از این منظر نگاه میکنیم نفهمید، نمیتونست اصلا بفهمه روزی که بنیانگذار فیسبوک این کار رو کرد، نمیتونست اصلا حدس بزنه، چون با فیسبوک به این شدتش، به قول شما یه موقعی که شروع شد حالا تراپی و غیر تراپیش، چت بود ابزار خیلی زیبای ما، یاهو مسنجر. بعد اومد، یادم این که اولین جایی که تحیر کردیم بود واو توی این داستان اسکایپ بود، بگم چه تصویر دید، هنوزم موبایل ها نبود، کامپیوتر بود. این جهشی که داره اتفاق میفته در محیط مجازی، من فکر میکنم که کار ما که زیر 50 سال، من برای بودم برای کار روان درمانی به این شکلی با هم صحبت کنیم، افکار در زیر 50 سال کلن دیف آف سایکوترپی مرگ روان درمانی به این شکل خواهد رسید. اصلا داستان پزشکیش انقدر داره قوی جلو میره که مثلا 40 سال دیگه میخندن، مثلا یه دکتر زنگی بودی، دکتر تقوی بود، اینا تازه شاخشون اینا بودن، بهتریناشون اینا بودن، میشستن حرف میزدن، بعد مردم فکر میکنن حالشون 40 سال دیگه، من برای بودم 14 هست، یا آقا سال به سال یه دونه دیپریشن اینجکشن بزن، مثل فلو که میری برای آنفلانزا میزن، مثل همین کرونا که اومده متناسب با استرس های سال قبل ما یه واکسن دیپریشن به شما میزن، برآوردم خیلی زوده. و فکر کنم که انسانیت، بیایم بحث رو عوض کنیم، در مورد انسانیت میتونیم صحبت کنیم، در مورد اخلاق میتونیم صحبت کنیم، اخلاق بخشی از انسانیت که به تداوم جامعه کمک میکنه، اخلاقی مسئله سوشله، برای همین هم خانم دکتر شما بهتر از من اطلاع دارید توی رشد اخلاقی ما این کلمه کانونشن استفاده میکنیم، کانونشن یه عرف، برای گروه جامعه چی میگه توی کانونشن ها پست کانونشن، یعنی اصلا اتیکس مورالیتی، حالا مورالیتی اتیکس نه، مورالیتی اون بخشیه که مربوط جامعه است،
بخشی از انسانیته که جامعه رو حفظ میکنه. پایین تر که میاد دیگه اخلاقت به این میره میشه قانون، قانون دیگه پایین ترینشه نه بالاتر. اول از همه خود انسانیته، اخلاق درونیه، بعدش میاد میشه اخلاق مورد قبول جامعه، حالا ویشان میگیم اخلاق درونی، بعد میشه اتیکس و مورالیتی، بعد میشه لاولا دیگه اون تایه تایه که نه خود وجدان تعریف شده، نه انسانیت تعریف شده، نه جامعه تعریف شده، عرفش آقای قانون گوشتو میگیره میگه it's true it's false. من زیاده گویی نمی کنم. من خیلی نسبت به تغییر انسانیت به عنوان فیوچر استادی، آینده پژوهی در رابطه با محیط مجازی، تغییرش رو خیلی جدی میبینم. یعنی که تغییر به کجا خواهد رفت؟ قطعا به اینجایی که هست نخواهد رفت دیگه، ما برنمیگردیم، نمیتونیم اصلا برگردیم. حالا موج سوم آلوین تافلر بود که اون موقع ما داریم به دوران کشاورزی و هانتینگ برمیگردیم، دوران کشاورزی و شکار برمیگردیم. ببین ما دیگه نمیتونیم برگردیم، ولی خوشحالم مثل این که طول عمر ما کم شده با محیط مجازی و با این سرعت تکنولوژیک، عرض زندگیمون داره خوب میشه، از یک روز میتونیم استفاده های زیادی بکنیم. شما الان مثالی که زدین خیلی جذاب بود که الان 85 نفر اینجا اومدن، رفتن 19 نفر موجودن، فکر میکنم حدود 18-19 نفر هم توی نرم افزار زوم با شما هستن که تازه روز اولمونه. این فوق‌العاده است، این فوق‌العاده است. این نذاریم که روز چیزایی که جذابه به خاطر روزمرگی جذابیتش هم بگیره، وگرنه همیشه موجوداتی بورینگ خواهیم بود. این فوق‌العاده است. حتی نسبت 5 سال پیش که وایبر بود، خیلی ما گروه وایبر تشکیل دادیم، کلی من کار کردم تو وایبر، کلی اصلا درها برای من باز شد و ایزم برای دیگران. مرسی از شما، من با شما هستم. خیلی ممنونم. یک ذوقی داره این صحبتایی که می‌فرمودید و به تکنولوژی آینده نگاه کردن، یک ذوق به خصوصی داره، برای اینکه خب هر چیزی که جدیده و فضا رو گسترش میده این ذوق رو به وجود میاره و آیا داره تأثیر میذاره روی انسان بودن ما و جوری که داریم با همدیگه روبرو میشیم. مشخصا تغییر داره میاره و آیا این تغییرات هر تغییری هر دو رو داره دیگه، سر مثبت منفیش رو داره. اینی که آیا انسان ها همین طور میمونن که این همه صدها هزار سال موندن، ولی با تکنولوژی خب مشخصا به خاطر مسائل طبی و کاگنیتیو ساینسز تغییر پیدا میشه. یعنی مگر که الان تکنولوژی اومده که داره مغز انسان رو نگاه میکنه و داره اونا رو نگاه میکنه که بتونه باهاش ربات ها رو بسازه، artificial intelligence رو بسازه، و بعد در کنار اون باز مواردی رو میسازه که برمیگرده به خود مغز رو. یعنی وقتی که پوششی میذارن و الان دارن حتی اون پوشش رو دیگه خود سکین رو برمیدارن و توی اون میذارن، یعنی دیگه جزئی از بدن شما ممکنه بشه. خب قاعدتا این انسان هر قسمتش با هم دیگه یعنی تو رشدش تغییر پیدا میکنه. کتابی بودش که هیام من راجع به صحبت میکردم، Thousand Brains بود، و بعدم Being You که هر دو اینا رو نوروساینتیست ها نوشته بودن، و یکی از مواردی که صحبت میکرد میگو بالاخره این کره زمین از بین میره، یعنی اینقدر ذوق نداشته باشین که حالا هست بالاخره یه روزی مثل تمام کرات دیگه ممکن از بین بره. ولی چیزی که جالبه اینه که چجوری ماها میتونیم اطلاعاتی رو که داریم رو مثل همون که شما گفتید دکتر تقوی در فضای کهکشان بذاریم و بتونیم که ببینیم آیا یک گروهی که ممکنه بعدن بیان انسانها رو میتونن که اینجوری ادامه بدن، یا اینکه آیا امروز دارن نگاه میکنن که شما اگه قراره بمیری آیا مغزتو میتونن بذارن توی دونه کامپیوتر و از توی کامپیوتر مثلا زندگی بکنه. یعنی قسمت تکنولوژی و انسان که داره در کنار هم میاد، مباحث جدیدی رو داره برای انسانیت در حقیقت به وجود میاره، و تا زمانی که توش نباشیم و تجربهش نکنیم خب فقط داریم فرافکنی میکنیم. یه روزی هستش که اونها رو تجربه خواهیم کرد، و اینی که هر کدوم اینها چجوری در زندگی های روزمره ما، مثل همین سوشال میدیا که چجوری زندگی روزمره ما رو تغییر پیدا کرده. صحبتی که فرمودین راجع به اخلاقیات، اون قسمتش رو من فکر میکنم که بطن جریان تغییر نمیکنه، فقط خودش رو ادپت میکنه با چیزهای مختلفی که داره میاد. یعنی نیت، حالا همین که حالا زرتشت اومد و عزیزان میگفتن پندارنی کردارنی گفتارنی، به نظر میاد که خیرخواهی برای خودمون، بدنمون،
روحیمون، اطرافیانمون و دنیا کلن وقتی که در کنار هم باشه، از یک جای اون اخلاقیات و تصمیمها رو اگر ما از اون جایگاه خیرخواهی و بهبود همه بگیریم، خب قاعدتا این فضا برای همه ماها گسترش به وجود میاره. ولی اون خلق و خو، اون فضایی رو که نیت من داره فقط اون لحظه بهبود منو نگاه میکنه در مقابل بهبود بقیه، یعنی حتی مثلا عنصر کوچکترین عنصری که نگاه کنین که فرده، بعد در کنارش یه فرده با یارشه، بعد از اون فرد و یارش خانواده است و بزرگتر میشه، حتی در مسائل بر کنار یار بودن، آیا من مسائل خودخواهی خودم و اون لحظه احتیاج دارم یا به ما دارم فکر میکنم؟ و هر لحظه که این از اخلاقیات که دارین شما صحبت میکنین به گسترش پیدا بکنه به بهبود همه و خیر داشتن برای همه، این خیلی کمک میکنه. حالا تکنولوژی ها میاد و میره، میاد و میمونه، گسترش پیدا میکنه، ولی تنها راهی هم که میتونه گسترش پیدا بکنه باز به خاطر این با هم بودن و با هم کار کردن و جلو رفتنه. و خیلی دوست داشتم که راجع به این اخلاقی که داشتین صحبت میکردین رو هم بتونیم ما گفتمانش رو گسترش بدیم. دوستان عزیز دیگه ای در کلاب هاوس هستین؟ دکتر تقوی مایل صحبت کنی؟ ببینید آخه یه مسئله هست. ما توی اخلاق الان از کنار فرزه تقسیم بندی، تقسیم بندی شخصی من که اولین قاضی، اولین بکن نکن، حالا به قول روان کافا سوپر ایگو، به قول متدینین نفس لوامه، اونی که سرزنشت میکنه، بلیمت میکنه، به قول خودمون پیشنا، این خیلی کلیه. حسنش اینه که مثل هیجانات اصلی میمونه. اون پنج تا هیجان اصلی که تو کارتون این ساید اوت نشون میده بر اساس نظریه پولکمن، هر جای دنیا شما یه قیافه رو نگاه کنی خنده رو غم رو تشخیص میده. اصلا پستاندان رده بالا مثل بابون ها میمون ها تشخیص میدن، میشه چی؟ جنرال ایموشن، یعنی وابسته به فرهنگ کالچر بیس نیست. یه سری از اخلاقیات اینجوری، بعد یه سریش میشه اونجاهایی که جواب نمیده میشه عرف، اونجایی که عرف هم جواب نمیشه میشه قانون. اخلاق همش قسمت زیبایی نیست. مثال میزن، شما میدونید تو خود امریکا فکر میکنم 5 یا 7 ایالت ما سیم سیکس بریج داریم، ازدواج همون جنس رو داریم، گی ها، لزبیان ها و و و و میدونی پشتوانه مخالفت با این، پشتوانه اخلاقی مذهبی انسانیست. یعنی بعضی ها به خاطر اخلاق و فردی میگن خیر، بعضی ها به خاطر اخلاق انسانی میگن خیر، بعضی ها به خاطر پشتوانه مذهبی میگن و ایزن اونایی که حمایت میکنن. یعنی من اخلاق رو اتفاقا هیته نگفتنش رو بیشتر مورد حمله میبینم الان تا هیته آره. یعنی اونجایی که به قول مومن ها امر معروف کرده گفته برین کار خوب بکنین، خیلی تغییر نکنه که کار خوبه تغییر نه، ولی اونجایی که گفته کار بد نکنین، کانسپت کار بد داره تغییر میکنه. من از این یه نظر خوشحالم، من یه نظر فکر میکنم که اوکی، اصلا مفاهیم اخلاقی داره تغییر، یه مفاهیم دیگه میاد. اینجا شما دیدی که توی بعضی فروشگاه بزرگ مثل میسیز میدونی مثل لاویز ماف حامیه چی هم فکر میکنم میسیز در گشت بکنم حامیه سیم سیکس مریج، حامیه فروشگاه بزرگ. شما میدونی ما در چی داریم صحبت میکنم بزرگ خبیز من اتون یادم میدونم در گشت های چند نمیدی میسیز بود نشون لاویز ماف اکسیز رو تو خانم بود. این قسمت های اخلاقی مثل مرگ با عزت، بحث های اخلاقی مثل نحوه ازدواج، و مهمتر از همه حالا ایشالله اگر وقت شد این فیلم سوام سانگ رو اگر ببینید، آواز بود که مال اپل تازه اومده 2021 اومده، تقریبا همین داستان توشه و خیلی جدی داره جلو میره. چون جدی داره جلو میره این مباحث الان هست، مباحث اخلاقی هست که در محیط مجازی آیا همه چیز مجاز است؟ بس که همیشه این مجازه و مجازه میگیم که نمیدونیم. قبلا 5 سال پیش من برنامه داشتم تلویزیون ایران گفتم که نه خب هیچ جا هیچ چیز همه چیز مجاز نیست، ولی الان یه ذره با این گستره‌ای که دارم میبینم
فکر میکنم محتوای اخلاق اصلا داره تغییر میکنه، یکی روش برخورد با اخلاقه اون داره تغییر میکنه. به من اصلا فکر میکنم اینه که چه اخلاقی هست یا نیست داره تغییر میکنه و یک سایبر مورالیتی، یک سایبر اتیکس داره میاد، یک اخلاق محیط مجازی میاد، یک آداب معاشرت محیط مجازی. من بگم بسرم دست دوستان، همین الان ما دو تا آداب معاشرت داریم. آقا حرف میزنی طولش نده، 18 نفر دیگه هست. این آداب معاشرت، معاشرت مجازیه. دو تو مایی که من نیادارم حرف میزنم متوجه میشین در رفتارهای اخلاقی ما این سه ویژنهای خیلی جدی داریم که من حالا بیرون میبینم. قبلا میگفتن که اجازه نمیدن حرف بزنم، الان به شوخی میگن که میشه تو مایی که من نیاد. یعنی محیط مجازی داره کانسپت ها منتقل میشه به محیط واقعی، به این دلیل حضور مجازی افراد بیشتر از فعالیت واقعیشون شده. خیلی ممنونم. یکی از مباحثی که داشتیم میفرمودین این ذهنیت رو برای من آوردش که چیزی که به نظر من داره عوض میشه، از محق بودنمون داریم بیرون و ترکیبات مختلف انسانها، علایقشون، وجودشون، خواسته هاشون داره میاد بالا. یعنی اگر که قدیما یک سری فرهنگ یا مذهب مذاهب یک سری چیزا رو میگفتن باید اینطوری باشه و غیر از این نباید باشه، این موارد داره باز میشه و باز شدنش، اکسپت کردن، پذیرفتن انسانها برای اون کسی که هستن و احترام گذاشتن به مدل‌های مختلف انسانها، این چیزیه که من دارم میبینم تو اخلاقیات باز میشه. ولی قسمتی رو که بر صورت با من فکر میکنم که هست و قرار اتفاق بیفته و کمک میکنه، این خیرخواهیه. یعنی همین اکسپتنس، پذیرفتن و خیرخواهی برای انسان هاست که اون قسمت اخلاقیاتی که من فکر میکنم که میتونه بمونه و بره جلو. خانم مژگان، مثل این که جناب محمد فزونم مایل هستی صحبت بکنیم، چون دستتون بالا نیست نمیدونم که مایلی صحبت بکنیم، پس در اینجا من اگر مایلید که صحبت نمیکنم. خانم مژگان بفرمایید، خودتون رو آنمیوت. سلام عرض کردم خدمت خانم دکتر فوزان زینی عزیز و گرامی که بسیار ارادت دارم خدمتتون و اساتید محترم و جناب آقای دکتر تقوی که تمام این مباحث رو مدیون ایشون هستم. من میخواستم یه اپریشیشن خیلی زیادی از این سوشال مدیا داشته باشم که همین علتی بوده که من بتونم با نازنینانی چون شما آشنا بشم و اطلاعات بسیار خوبی دریافت کنم. میخواستم بگم که واقعا سوشال مدیای پابلیک اینفورمیشن خیلی عالی ایجاد کرده، آگاهی جمعی رو بسیار بالا برده و این امکان رو ایجاد کرده که افرادی که نمیتونن دسترسی به متخصصین خیلی عالی داشته باشن، به راحتی خیلی اویلیبل میتونن با اساتید نازنینی آشنا بشن و اطلاعات بسیار خوبی رو دریافت کنن. و من خودم واقعا قدردان این سوشال مدیا هستم از این جهت. البته هر چیزی جنبه های منفی و مثبت داره، بستگی به اون درون خود فرد داره که دنبال کدومش بره. میتونه سوشال مدیا بسیار آسیب رسان هم باشه، هرت کنه آدم ها رو، ولی بستگی داره که میگم اون آدم دنبال چی باشه. اگر که دنبال اطلاعات مفید باشه بسیار میتونه کمک کنه. در مورد مطلبی که مطرح شد در مورد خوشحال کردن آدم ها که یکی از عزیزان مطرح کردن، من بسیار میخواستم تشکر کنم، خیلی مورد خوبی بود. واقعا این که انسان وقتی که آدم هر روز که بلند میشه یکی از اهدافش باشه که همین مثلا سه نفر آدم رو خوشحال کنه، این اولا که هپینس درونی باعث میشه که وقتی که آدم دیگران رو خوشحال میکنه خب از درون خودش هم خوشحال میشه و در مسیر یه افزایش حس خوب ایجاد کردن برای دیگران و برای خودش قرار میگیره و خیلی میتونه این مفید باشه. به هر حال من دلم نیامد که فقط این قدردانی رو داشته باشم، به خصوص از شما خانم دکتر عزیز و اساتید محترم، که واقعا من اینا رو مدیون این سوشال مدیا هستم و من تو این یک سالی که با شما همراه بودم افتخار داشتم از طریق آقای دکتر تقوی و بسیار ازشون سپاسگزارم، بسیار آموختم و تشکر میکنم از شما.
خیلی متشکرم. مرسی خانم مشکان عزیز. عزیزان دستاتون رو لطف بفرمایید ببرید بالا که بتونیم با هم دیگه گفتمانی داشته باشیم. در کلاب هاوس جناب حبیب، جناب نسرین، خانم دکتر فریبا، امید نعمتی عزیز و یا کسان دیگه‌ای که مایل هستن که به ما بپیوندن و گفتگوی داشته باشن دستتون رو بالا کنید یا مایکتون رو روشن کنید که بتونین صحبت بکنید. یک سوالی که هنوز در روی صحبت‌های ما هست که جناب نعمتی پرسیدن اینه که اگر قرار باشه که هی لذت ببریم از اتفاقایی که داره میفته و حتی ذوق بکنیم راجبه آینده‌ای که داره میاد، اونطور که دکتر تقوی داشتن میفرمودن راجبه تکنولوژی و انسانیت و اخلاقیت، چه چیزی باعث میشه که ما رو هی ببره به طرف نگاه کردن به یک سری واقعیت و تعادلش تا اینی که هی مغز ما برمیگرده و گیر میکنه توی موارد منفی و توی این گیر خودش هم حال خودش رو میگیره هم حال بقیه رو؟ خانم دکتر فریبا بفرمایید. سلام مجدد عرض میکنم خدمتتون و خدمت آقای دکتر تقوی. من دو تا مورد رو میخواستم اینجا بهش اشاره کنم، یکی از مزایای وستر سوشال میدیا و دیگری معایب، نه ولی خب یه نظر سنجی رو بد نیست که اینجا بهش اشاره کنم. ببینید در خصوص صنعت نشر و چاپ کتاب و مطالب، خب همه الان تمام این به اصطلاح صنعت میتونیم بگیم که مدیون سوشال مدیا هستن، یعنی محتواها بسیار بسیار عمیق‌تر و زیاد شده، کتاب‌های الکترونیکی زیادی در دسترس قرار می‌گیره، خبرنامه‌های بسیار زیادی تو این شبکه‌های به اصطلاح اجتماعی داره به اصطلاح پخش میشه، تبلیغ میشه، گسترش پیدا می‌کنه و به طرق مختلف. چیزی که خب قبلاً روی کاغذ بود الان به راحتی در دسترس همه هست و فایل‌های چاپی در اختیار همه، چه چاپی چه الکترونیکی، در اختیار همه قرار می‌گیره که واقعاً این از مزایای رسانه‌های اجتماعی. یعنی یه کتابی که فرض کنید اون برای دنیا تو امریکا منتشر میشه، بلافاصله اینجا تو ایران اتفاقاً یه کتابی چاپی خود من. صداتون قطع شد خانم فریبا. دکتر فریبا صداتون قطع شد. صدام قطع شد. بله دوباره بفرمایید. فرمودین یک کتابی هستش که در ایران. بله میخواستم همینو بگم که صدام قطع شد. الان هستش. اون قسمتی که فرمودین راجع به یک کتاب قطع شد. اون دوباره بفرمایید لطفا. میخواستم بهتون عرض کنم که آخرین کتاب ها اینجا فرض کنید اگر در امریکا منتشر میشه، مخصوصا حالا من کتاب‌های روانشناسی رو اطلاع دارم، اینجا به راحتی از طریق کیندل و سوشال مدیا در اختیار همه قرار میگیره. الان هم همین در زمینه آنلاین چاپی، خب یه کتابی رو من خودم ترجمه کردم که در دست چاپه. یه مورد دیگه هم که میخواستم اشاره کنم، یه نظرسنجی به اصطلاح صورت گرفته توی دانشگاه بیرمنگام بین والدین، که هنوز هم درصد زیادی از والدین که ناظر به اصطلاح نگرش فرزندشون، رفتار فرزندشون هستن، اومدن توی رسانه‌های اجتماعی اینجوری به اصطلاح جمع‌بندی شده و آمار دادن که حدود 60% اونا گفتن که در رفتار بچه کلن متاسفانه قطع شدن و مثل این که دراپ آف شدن. دکتر آناهید مایل هستی صحبت بفرمایید؟ سلام خانم دکتر، عرض ادب دارم خدمت شما و همه همکاران و اساتید و عزیزانی که صدای من رو میشنون. لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید دکتر. بله من آناهید خطیب زاده هستم، دانش آموخته دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی، صاحب پروانه فعالیت تخصصی و کلینیک راهی در تهران و نویسنده دو کتاب تخصصی بر زمینه روانشناسی تربیتی و یادگیری، دور دیده کوچینگ در FCA انگلستان. و خب بیشتر حقیقتش من چون تازه ورود به روم شما پیدا کردم، اگر اجازه بفرمایید یه مقداری آشنایی پیدا کنم به موضوعی که در جریان هست و در خدمتتون خواهم بود. بیشتر اومدم که عرض
ادبی خدمت شما و همکاران داشته باشم و شنوندگان عزیزم. خوشحالیم که با ما هستین. خانم نسرین، مایل هستید که صحبت کنید؟ جناب حبیب اگر مایل هستید الان وقتشه. خانم دکتر فریبا تشریف آوردن، ادامه بدید به گفتارتون، صحبتتون قطع شد. داشتید میفرمودید که گروهی هستن که از مادر و پدرها و والدین. بله بله، این نظرسنجی دانشگاه بیرمنگام اومده به اصطلاح در خصوص اینکه توافق پایین والدین رو با رسانه‌های اجتماعی و سوشال مدیا مطرح کرده، اینکه گفتن 60% از بچه‌هایی که با سوشال مدیا ارتباط زیاد دارن تو رفتارشون خشم و خصومت دیده شده، 51% رفتار نامناسب و خیلی مقروح شدند، 41% بینششون تحت تاثیر قرار گرفته و به اصطلاح نگاتیو شده و 36% هم نفرت تو رفتارشون دیده میشه. حالا این در صورت میتونه جز معایب سوشال مدیا باشه که من فقط خواستم اینجا مطرح بشه. خیلی متشکرم. خیلی ممنونم، مرسی. دوستان عزیزی که مایل هستید گفتگو بکنید، ما الان یک رو به دیگه بیشتر فرصت نداریم. در نتیجه اگر مایل هستید که پیامی بدید، گفتگوها رو کامل بکنید که یک جمع‌بندی داشته باشیم از گفتار امروزمون، خوشحال میشم که از شما بشنوم. دیگه این آخرین لحظات، بعضی موقع من دقت کردم تا میگم داریم تموم میکنیم بعد همه دستا بالا میاد که میخوان صحبت کنن. در نتیجه الان وقتتونه برای 15 دقیقه هر چیزی که هستش که توی دلتون مونده که دوست دارین در مورد انسانیت، اخلاقیت، وقت گذاشتن برای خود و استفاده از شبکه‌های اجتماعی به نحو احسنی که وجود داره، خوشحال میشیم که از شما عزیزان بشنویم. تا حالا من اگه خودم چیزایی که از شما شنیدم توی این یک ساعت و چهل و پنج دقیقه این بوده که خوشحال کردن حداقل 3 نفر اونجوری که ادلر گفته، و اینی که پرسیدن اینی که چجوری من میتونم هم خودم رو هم بقیه رو خوشحال بکنم، و اینی که چطور خوشحال کردن خود شاید با وقت گذاشتن با خود، احترام به خود گذاشتن، عشقی رو گذاشتن کمک میکنه سلامت روان رو در حقیقت به وجود میاره، و چجور بودن با نیک بودن در فضای کلی میتونیم کمک بکنیم و از استفاده از شبکه‌های اجتماعی اون نیک بودن خودمون رو در فضای خیر و نیک ببریم جلو. دکتر تقوی به نظر میمد که میخواست صحبت بکنیم. نه خواهد، مایکم باز بود ولی خیلی دارم میخواد که در این مورد نظرات دکتر خطیب‌زاده رو بشنوم، برای اینکه خانم دکتر هم جستجوگرن، هم از همه جنبه ها منشونشون از ایران میشناسم، میدونم که خیلی مالتی دیمنشنال. خانم دکتر خطیب‌زاده اگه نظرتون رو بگین در مورد سوال ما که به نظر شما کجا داریم انسانیت و کانسپت انسانیت هیومانیتی با این رشد سریع، حالا اگه نفهم کلمه قلوبامیستری به کار برد، سریع سوشل میدیا و سایبر اسپیس، نظرتون چیه؟ به نظرتون کجا میده؟ چون دکتر فریبا خب خیلی اشارات خوبی کرد. اگر دکتر خطیب زاده دم دست باشم من خوشحال میشم صداشون بشنم. بله خواهش میکنم. من حقیقتا در محضر شما که درس پس میدم، ولی خب اگر چوبی که الان به ذهنم میاد و این روزا خیلی دارم روی زندگی خودم با این قضیه دارم خیلی کار میکنم، در ادامه صحبت های خیلی خوبه دکتر فرجان که مواردی که الان ذکر کردن دقیقا یه دفعه در ذهن من یه جرقه خورد و یادآور مدل پرمای مارتین سلیگمن شد برام، که مارتین سلیگمن اون مدل پرماش این روزها با توجه به این فضایی که الان در جامعه حاکم هست من فکر میکنم خیلی کاربرد داره، اینکه ما بلد باشیم چطوری روی پازیتیو ایموشن خودمون کار بکنیم،
چطور اصلا بلد باشیم که هیجانات مثبت برای خودمون ایجاد کنیم، چون تولید هیجانات مثبت یک مهارته. و اینکه یاد بگیریم که در کارهایی که اون حس فلو شدن رو، اینکه گذر زمان رو متوجه نمیشیم، اینقدر توش انگیج میشیم و معنا میدیم، مینینگ میده به زندگی خودمون و اون معنایی که برای زندگیمون پیدا میکنیم و مهارت مدیریت و ویبگردی ها و پیشگیری از اون مالکاری، داشتن ریلیشن های ما، ریلیشن مناسب و نهایتا رسیدن به اون اچیومنت، این که من میخوام کشتی زندگیم رو به کدوم غایتی ببرم. ناخدایی که قطب نما نداشته باشه مسلما کشتی زندگیش به هر سوی ممکنه هدایت بشه. قطب نمای من توی زندگیم چیه؟ غایت من چیه؟ اون هدف من چیه؟ انسانی که هدف داشته باشه، ریلیشن خوب داشته، مینینگ داشته باشه، انگیجمنت داشته، پازیتیو ایموشن داشته باشه، میشه مدل پرمای که مارتین سلیگمن که پازیتیو سایکولوژی میگه. و من فکر میکنم صداتون قطع شد خانم دکتر، اگر اجازه بدین، چون صداتون قطع شد. مرسی خانم پروین، بفرمایید. سلام سلام، شب همگی بخیر. من خب دکترا ندارم، ولی به جهت اینکه معلم هستم با اقشار مختلف به خصوص بچه‌ها، جوان‌ها و نوجوان‌ها زیاد سر کار دارم، خب نسل‌های مختلف در چندین سال. در ادامه صحبتی که شما داشتین، من به جهت اینکه خیلی رو بچه‌هام کار کردم و فکر می‌کنم اصلا ایران هستم، خیلی در حقیقت تلاش کردم که بهترین ها رو تحویلشون بدم و سعی کنم که بهترین ها باشن. خیلی امیدوارم بهشون و مطمئن هستم که عصر بهتری رو برای ما رقم میزنم و عاشقانه منتظرم تا این تلاش های ما به ثمر برسه و میوه ها شما بچینیم. و میخواستم بگم که آموزش به دیگران و گوش دادم به حرفشون خیلی کمک میکنه توی هم بهبود زندگی خودم، هم بهبود زندگی دیگران. به صورت جمع‌بندی خواستم بگم. خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. ترانه دریزل اگر لطف بفرمایید، دستتون بالا هست، بفرمایید. مثل این که دستتون رو بالا کردیم برای دیگه الان صحبتی نمی کنیم، بفرمایید. صداتون کم میاد، اگه ممکنه. سلام به شما و سایر استادان مهمانان، سپاس از برنامه لایف‌هاتون. در مورد انسانیت من خواستم از منظری صحبت کنم که در سه فیلم شهر فرشته ها، بهش بر فراز برلین و جان میدم، در نقطه مشترک این سه فیلم فرصتی بود که داده میشد برای تجربه انسان بودن. یعنی پیش‌فرض در این فیلم ها فرشته هایی بودن که میتونستن خوب باشن، اینا رو به طور پیش‌فرض داشتن و علاوه بر اون جاودانگی رو داشتن، ولی جاودانگی رو دادن در ازای فرصت محدودی که بتونن انسان بودن رو انتخاب کنن. فکر میکنم ارزشش در واقع در همینه که بتونی انتخاب کنی خوبی رو و انسان بودن رو و فرصت محدودی داشته باشی تا هرچه بیشتر تجربهش کنی. این برای من در تقابل با مفهوم کارما بود که برای من جوابگو نبود. ظاهراً معادله ای ساده بود که اگر خوب باشی انعکاس خوبیت رو میبینی. خب این رو من تناقضش رو دیده بودم، ولی چیزی که برام جوابگو شد هم این بود که شاید انسان بودن و خوب بودن و نیک بودن ارزشش در اینه که انتخابش میکنی و فرصت محدودی داری که اون این تجربه ناب رو بتونی زندگی کنی و تجربه کنی. من خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. اگه لطف بفرمایید
صداتون اکو میده، اگر مایکتون رو قطع کنین ممنون میشم. راجع به فیلم داشتین صحبت میکردین، اتفاقا پریشب برای فیلم Collateral Beauty توی نتفلیکس هست که ویل سمیت توش بازی کرده و سه تا مورد زمان، مرگ و عشق رو راجع به صحبت میکنه توی این فیلم که دغدغه بیشتر تمام انسان ها هست و انقدر زیبا این سه تا مسئله رو باز میکنه، عشق، زمان و مرگ و ترس ها و شاید گوهری که هدیه میارن هر کدوم از این سه تا برای ما و هر کدوم ما انسان ها با اونها چجوری دغدغه داریم، خیلی خیلی کمک میکنه و کار میکنه. 7 دقیقه وقت داریم، بفرمایید جناب حمیدرضا موسوی، بفرمایید. سلام خانم دکتر، من میخوام حسن ختام جلسه امروز یک غزل کوتاه از خاقانی شعرانی تقدیم دوستان کنم، امیدوارم بتونم درست بخونمش. هر که در عاشقی قدم نزده است، بر دل از خون دیده دم نم نزده است. او چه داند که چیست حالت عشق، که بر او عشق تیر غم نزده است. عشق را مرتبت نداند آنک، همه جز در وصال کم نزده است. دل و جان باخته است هر دو به هم، که چه با دل ربای دم نزده است. آتش عشق دوست در شب و روز، به جز اندر دلم علم نزده است. یارب این عشق چیست در پس و پیش، هیچ عاشق در حرم نزده است. آه از آن سوخت دل بریان، کو به جز در هوات دم نزده است. روز شادیش کس ندید و چه روز، باد شادیش قفاش هم نزده است. شادمان آن دل از هوای بوتی، که بر او درد و غم رقم نزده است. امیدوارم که همیشه شاد بشید. خیلی خیلی ممنونم. دوست عزیزی دستشون رو بلند کردن که اسمش مسیح جوان مخلوط، بفرمایید که میکروفون خودتون رو باز بفرمایید. بفرمایید. مثل این که تصمیمشون عوض شد یا دارین صحبت میکنیم، بفرمایید. تصمیمشون عوض شد. دستتون بفرمایید. جناب مسیح بفرمایید. عذر میخوام نازاهنه، یه مشکلی برای کتاب هاست پیش اومده بود، نمیتونستم صحبت کنم. من یه نصف صفحه کتاب میخواستم براتون بخونم اگه اجازه بدید. کوتاهش کردم، دیدم وقت کم نبود، خواستم یک صفحه بخونم کمترش کردم. بفرمایید کمترش بکنید و صداتون رو بلندتر. بله بله چشم. فقط زاویه دیدش خودم متفاوت درباره موضوع انسانیت که فرمودید. با اجازهتون شروع کنم. زن میگوید اگر بتوانید فلسفه بافی را دور بیاندازی، برایت امیدی هست. لحظه‌ای که دست از فلسفه بافی برداری، مانند یک کودک محسوب می‌شوی. ولی به یاد بسپار، تأکید زن بر ندانستن به معنی جهل نیست. ندانستن جهل نیست، بلکه وضعیت معصومیت است. نه دانشی هست و نه جهلی. ندانستن فراسوی هر دو است. انسان جهل فردی غافل است. جهل از ریشه غفلت کردن است. شخص جهل فردی است که از چیزی اساسی غفلت می‌ورزد. با این تعریف، شخصی که پر از دانش است، جاهل‌ترین فرد است. زیرا او درباره همه چیز می‌داند، ولی از خودش چیزی نمی‌داند. او چیزی از این که او کیست و چه شعوری در درونش هست نمی‌داند. او جاهل است، زیرا از اساسی‌ترین چیزها در زندگی غافل است. او از خویشتن خویش غافل است. او خودش را با چیزهای غیر اساسی سرگرم می‌کند. آری، او جاهل است. او از دانش و اطلاعات، ولی کاملاً بی‌خبر و غافل. حالا باز من یه خود کوتاه‌ترش می‌کنم. ندانستن زیبایی ویژگی خود را دارد. نوعی خلوص است، درست مانند آینه پاک. دریاچه کاملا ساکت با انعکاسی از ستارگان و درختان روی سطح آن.
وضعیت ندانستگی بالاترین مرتبه در تکامل انسان است. ممنونم از شما. خیلی خیلی ممنونم، متشکرم. جناب محمد فوزون بفرمایید. با عرض سلام خدمت شما و همه دوستان عزیز، خانم دانشمند دکتر عزیز، خانم پورجان زینی و استاد عزیزم آقای دکتر آرش تقوی که لطف فرمودن و منو به اینجا معرفی کردن، خیلی عذر میخوام، من زیاد به آداب گروه آشنا نیستم، عذرخواهی میکنم این که حضور دارم ولی صحبتی نمیکنم. هر زدب اینه که من شنونده باشم و بیشتر بیاموزم، واقعا مطالب خیلی آموزنده ای در گروه مطرح میشه. خب یه معرفی کوتاهی میکنم، ببخشید وقتتونم کم هست، اینکه من ارشد روانشناسی بالینی خوندم و تو این زمینه الان فعلا مشغول هستم، یعنی کار میکنم. اما خب دکترای من دکترای دامپزشکی هست، خب بس 15 سال سال 88 قبول شدم، ولی خب به طب مسیر من هی تغییر کرد تو رشته های مختلف. حالا بعضا مثلا رفتم ارشد دکترای ببخشید ارشد مدیریت هتلداری رو خوندم و یا حتی فلسفه علم و تو دانشگاه مفید، ولی خب سرنوشت ما رو کشون به روانشناسی و تو این عرصه دارم فعالیت هم میکنم. اما های دکتر تقوی که استاد بنده هستن یه مسئله خیلی جالبی رو اشاره فرمودن، در مورد اخلاق صحبت کردم. خواستم بگم برای ما دانشجویان فلسفه که حالا البته خودتون میدونید با محدودیتایی که تو دانشگاه‌های ایران وجود داره، طبعا ما نمیتونیم به ابعاد خیلی وسیع‌تر و به روستر دانش علم جهان مطرح بشه و یا دسترسی داشته باشیم که بتونیم تو این زمینه پژوهش هم انجام بدیم، ولی خب اصولا سه بعد اخلاقی همیشه مطرح میشد در دانشگاه‌ها و ما حالا مربوط به بحث ما هست خدمت شما که بود متا اتیک یا همون فرا اخلاق بود، یکی اخلاق هنجاری بود و یکی اخلاق کاربردی. به طب خب اون پرسش هایی که مطرح میشه و از آن دوستان هم اشاره کردن در بود اخلاق مثلا متا اتیک یا هم فرا اخلاق، پرسش های بنیادی هستی شناسی هستیه که مطرح میشه و اون قسمتی که برمیگرده به اخلاق کاربردی، همون اشاراتی که آقای دکتر فرمودن، گفتن که مثلا بحث یوتنیزیا در جامعه و اینکه جامعه چطور برخورد میکنه با این مسئله و اون بود اخلاق هنجار هم که برمیگرده به همون قوت هایی که قانون تعیین میکنه برای ما یا خودمون حتی تعیین میکنه در جامعه. من میخوام بگم که اگر بخوام از دید فراتر نگاه بکنی، از دید اخلاق تکاملی در نظر من که من هم با اون موافق هستم، با اون سوی موافق هستم، اینه که همیشه دید مثبته. یعنی اگر بخوایم بر مبنای اون روی کردن بریم جلو، آینده روشنه. یعنی انسان ها با علارغم وجود ناملایم ما در جامعه، علارغم وجود ابعاد منفی با عناصر بازدارنده در جامعه، راه خود رو پیدا خواهند کرد در کنار یکی یا در تعامل با هم دیگه. یعنی اگر گفتمان ایجاد بشه بین مشاغل مختلف، حالا که بین وکلا یا روانشناسان و حتی کسانی که در زمین امور دینی حتی حالا نظری پردازی میکنن، به نظر من هرچی گفتمان بیشتر باشه این راه تکامل اخلاقی برای ما هموارتر میشه و خوشبینانه تر میتونیم به آینده نگاه بکنیم. خیلی ممنونم، ببخشید فرصتی که ازتون گرفتم و سپاسگزارم اینکه به من وقت دادید که صحبتی بکنم. خیلی خیلی ممنونم، متشکرم از لطفتون. عزیزان ساعت 12 است، در نتیجه فقط کسانی که دستشون بالا هست و باهاشون صحبت میکنیم و دیگه جمع بندی میکنیم. دکتر کوچورس اکادمی بفرمایید. سلام خانم دکتر، من فرناز هستم، سرپرست دانشگاه 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 من دیگه خودم معرفی نکنم، وقت نداریم دیره و وقتتون نگیرم. این شعر کوتاهی میخواستم بخونم. زندگی چیست؟ نه تو میمانی، نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود خواستم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم میگذرد. آنچنان که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها عریانند. به تن لحظه خود جامعه اندوه مپوشان هرگز. زندگی ذره کاهی است که موقعش کردی
زندگی نام نکوییست که خارش کردی. زندگی نیست به جز نم باران بهار. زندگی نیست به جز دیدن یار. زندگی نیست به جز عشق، به جز حرف محبت به کسی و نه هر خار و خسی. زندگی کرده بسی، زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. دو سه تا کوچه و پس کوچه و اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم. این شعر از کیوان شاه‌گدایی بود. ممنون که به من زمان دادید. خیلی ممنونم، متشکرم. دکتر تقوی عزیزم به من میگن که کلاب هاوس فرهنگش اینه که زمان همینجوری هی جلو میره. منم گفتم ما میخوایم یه فرهنگی رو در کنار فرهنگ کلاب هاوس به وجود بیاریم، اینه که فرهنگ ما شنبه ها دو ساعته. در نتیجه دو این دو ساعت دوست داریم بشنویم از شما، و اگر که این هفته نشنیدیم شنبه دیگه در کنار ما باشید و اونجا دوباره بشنویم. در اینچه بدونین که این جمع در کنار هم هر شنبه خواهیم بود، و اگر فرصتی نیست یکی از شنبه ها که از شما بشنویم اشکالی نداره، دوست داریم دوباره بشنویم. دوست داریم که ایده های خودتون رو راجع به مباحثی که براتون مطرحه که صحبت و گفتگو بکنیم برامون بدین، بفرستین. در تلگرام کانال ما، چنل ما باشید، اندیشگاه اندیشمندان، در نتیجه به اونجا بپیوندید و توی اون کامنت ها رو بذارید که ما بدونیم که در چه مباحثی هست. دوستان رو همون لینک کلیک کنم مستقیم میرم توی تلگرام. خیلی ممنونم. سر شما هست، پین کردم، دوم بزنید مستقیم میرم توی تلگرام کام. مرسی، خیلی ممنونم دکتر تقوی. مرسی از دکتر تقوی، جناب امید نعمتی، تمام دوستانی که با ما هستن و این برنامه رو دارن گسترش میدن و به عزیزان و قبیله های خودشون گفتن که در کنار ما باشه. مرسی از همه شما عزیزان، حتما به تلگرام کانال ما برید، اندیشگاه اندیشمندان. مرسی از رادیو قاصدک و رادیو حکمت برای اینی که برنامه های ما رو پخش میکنن. یادتون باشه کاوش در نه تنها در یوتیوب چنل هست، بلکه در پادکستش هم هست. اگر فرصتی نداشتید عزیزانی که حالا دارید ما رو میشنوین، برگردید و اونها رو بشنوین. برای تمام روانشناسانی که با ما هستن یا کوچایی که هستن، سری بعد سرتیفیکیشن اورننس اینتگریشن داره شروع میشه از فوریه. در نتیجه اگر هر کدوم شما مایل هستید که سرتیفاید بشید توی این متد، خوشحال میشم که با من در تماس باشید و بگید که دوست دارید و بتونید که با ما همگام باشیم و جلو بریم. مرسی، مرسی از وقتتون، مرسی از دانشتون، مرسی از درمیون گذاشتنتون، و همیشه خوشحالم که در کنار شما هستم و من خودم خیلی از شما یاد میگیرم. روز و شبتون